من عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه است، 13 ماه فوریه سال 2022 و برابر با 24 بهمن 1400. 22 بهمنم آمد و رفت و قاشق و قابلمه و همه برنامه ها و جنبش ها و هیچ اتفاقی نیفتاد. جان بولتون چند سال پیش و پولی گرفت بود از مجاهدین، حدود 50,000 دلار، و اونجا داد و فریاد و قول میداد به اونها که جمهوری اسلامی 40 سال خودش رو نخواهد دید. اون بنده خدا هم خوشحال و 43 سال گذشت، هیچ اتفاقی نیفتاده. امروز با آقای فرزاد نیساری خواهیم بود، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک، و ساعت 3:30 هم با آقای مهدی مهران نژاد تا درباره این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران صحبت کنیم، چون این ایام 22 بهمن و دهه فجر و اینها، اگه توجه کنید بیشتر برنامه های رادیو تلویزیون های ایرانی راجع به همینه. هنوز دعوا دارن که خمینی انقلاب کرد یا خمینی انقلاب رو دزدید و خمینی رو کسی میشناخت یا نمیشناخت، و ما هنوز در خم یک کوچه ایم. من امروز واقعا نمیدونم از ایران، از اهواز، از سر بریده اون زن جوان 17 ساله صحبت کنم، یا از روسیه و اوکراین، یا از آمریکا و توالت‌های کاخ سفید، که یادتونه حتما ترامپ چندین بار توی صحبت‌های مختلف راجع به تعداد دفعاتی که مردم باید فلش توالت رو بزنن یا سیفون رو بزنن صحبت میکرد، و براش خیلی جوک ساخته بودن، میگفتن چون تو چاق هستی و خیلی چیزای خوراکای بد مثل کنتاکی فراید چیکن و اینا میخوری، این مشکل رو داری. حالا معلوم شده که نه خیر، مشکل این بوده که ترامپ شالاتان کاغذایی رو که نمیخواسته به اصطلاح منتشر بشه، حتی اونایی که تاپ سیکرت خیلی محرمانه و اینها بوده، پاره میکرده و میریخته توی توالت، و سیفون که میزده کاغذایی که برای تمیز کردن خودشون استفاده میکنن با این نوع کاغذ ها فرق میکنه. اونایی که چاهای سپتیک دارن میدونن، حتی وقتی میرن کاغذ توالت بخرن، کاغذ توالت های مخصوصی برای اونا هست. بماند، خلاصه یکی از شکایت های لولکش ها، یا اینجا بهشون انجینیرینگ هم میگن، مهندسین به اصطلاح تعمیرات، هاوز مستر یا هاوز مستر آلمانیا، اینجا این بود که میگفتن در دوران 4 ساله ترامپ بیشترین دفعات توالت های کاخ سفید، مخصوصا توالتی اون اتاقی که مربوط به خود ترامپ میشده، حالا یا اتاق کارش یا اتاق خوابش، اون بیشتر از همه میگرفته. و اما بریم اهواز، بریم ببینیم که شما چی فکر میکنید. دیدم آقای ستار دلدار نوشته بود، والا من دیگه کم کم زبان این دوستان رو هم نمیفهمم، روایتی از یک مجله دیگه، بعد توش نوشته بود که این پدر، حالا هم هنوز هم میگن عروس و داماد، پدر زن و پدر شوهر رفتن دنبال این زن جوان فراری ترکیه، و از ترکیه فریبش دادن آوردنش، و با این نقشه که سرش رو ببرن، در صورت که بعد خودشون میگن پدر شوهر آمده با عجله، گفته که نمیدونم این جاسم جامد چی اسمش داره میاد، اونا فرار کردن، ولی سر را گرفتتشون و سر این بیچاره رو بریده. من فکر کنم در طی این چند روزی که این مسئله روی اینترنت و خبرها میچرخید، بهترین چیزی که شنیدم و خوندم و میشه گفت منطقی تر از همه چیز بود، صحبت‌های این دوستمون آقا امید از کجاست؟ از کانادا. امید همون کسی هست که در رابطه با کامیوندارا هم صحبت کرد، و
و خیلی جالبه، میگه با وجودی که خودش کامیون داره ولی مخالف این برنامه اینها هست، و حالا تازه معلوم شده و ما میفهمیم که این جریانات اعتصابات کامیوندارهای کانادا که به زودی به آمریکا هم کشیده میشه یک جریان تندرو مثل نژادپرستی و مثل جریانات هیتلری و اینها، و اونها تونستن، ما هم داد میزنیم که آقا چرا پول اینها رو قطع کردین نگه داشتین، معلوم شده که اونها تونستن با زیرکی خاصی این همه آدم رو جمع کنن، قانع کنن، حتی آدمایی که لیبرال هستن، آدمایی که دموکرات هستن، مثل اونها تندرو نیستن رو که به اینجا کشوندن. البته حالا باید صبر کرد و دید چی شد، ولی چی میشه. ولی بیایم سراغ این پیام رو. دو روز پیش، یا پیام ها رو دو روز پیش، آقای امید گذاشته، خیلی جالب صحبت کرده راجع به این ماجرای زن سربریده شده توسط همسر یا شوهرش در اهواز ایران. بشنویم با این یکی 2:59 از پیامگیر ما. 3 دقیقه شما میتونید صحبت کنید، وقتی قطع شد اگه خواستید باز میتونید صحبت کنید. به نظر من اگر بنویسید سرتیتر اون چیزای مهمی رو که میخواید بگین، همون 3 دقیقه هم کافیه. بشنویم. سلام عرض کردم جناب سوربی، روزتون بخیر باشه. امید بودم، ممنون از زحماتتون، ممنون از اینکه بازم یادی از ما میکنی، ما رو بیشتر شرمنده میکنی. جناب سوربی، من میخواستم اگه اجازه بدید نظرم رو در مورد قتل این دختر بیگناه 17 ساله که سرشو بریدن نظرم رو بگم. البته دوست دارم خودتون بیان کنید، خودتون خیلی بهتر بیان میکنید. آقای سوردی، ما تو این ماجرا هیچ کس مقصر نداشتیم. بگیم کی مقصر بود، یعنی بین اون دختر خانم و اون پسر منظورمه، اینا هیچ کدومشون مقصر نبودن، مخصوصا این دختر بچانس تو زندگیش که حتی یه دفعه هم شانس بهش رو کرده بود که تا ترکیه بره، عجل یه جوری برش کرد. واقعا جای تأسف داره. اما جناب سوری، تا دلتون بخواد ما مقصر داریم. این پسر مقصر نبود. همه دارن میگن خندیده، موقعی که سرتو دستش گرفته میخندیده. اون خنده این پسر خندهش خوشحالی نبوده جناب سوری، اون خنده بوده که خنجرهایی که امثال من همسایه، من دوست، منی که هم محلیش بودم همیشه هر روز بهش زدیم، دردی بوده که همیشه تحمل کرده بوده، دردش اون دوستش بوده که اومده مسخرش کرده، بهش بیغیرت رو گفته. تک اون مقصری جناب سوری، منم به نوبه خودم مقصرم. منی که این، حالا البته میگن مقامات جمهوری اسلامی گفتن شبکه‌های مجازی، واقعیتیه، منم به نوبه خودم تو اینجا شریکم، منم مقصرم. حالا اسم میارم، من به عنوان مثال یه دختر خانومی به اسم ندا یاسی میگه امروز من میخوام موامو بزنم، شما نگاه کنید بیشتر از 5000 نفر لایک میکنن، میگن تو چقدر قشنگی، تو چقدر زیبایی، چقدر، همه خوردون صدقش میدن. پس منم به نوبه خودم تقصیرکارم، منم از این تعریف کردم. این یکی دختر بیگناه هم بدون اینکه عمق ماجرا رو بدونه گفت خب مگه من چین کمتره؟ اون تفلکی بدشانس هم این مسیر رو انتخاب کرده. نمونه های دیگه شون هست جناب سرگه، اگه شما برید نگاه کنید دختره دیگه هستن، حتی با بله. خیلی ممنون، ببخشید شما گفتید که من بگم بهتره، باور کنید نه، من هیچ وقت نمیتونستم به این خوبی بیان کنم این مسئله رو، ولی شما درست میگی، من و شما هم مقصریم. همون حالا درست آخوندا گفتن این دنیای مجازی و نمیدونم سایبر اسپیس و اینها مقصرن، ولی خب
دیگه وقتی یه چیزی درست میگن، حالا هر قدم آدمای بد و جنایتکاری باشن، وقتی درست میگن درست میگن. آقا امروز در واشنگتن برف اومده، شما حالا هر قد میخوای با سوربی مخالف باش، ولی اینی که داره میگه برف اومده باید قبول کنی. حالا برف چقدر اومده، زیاد اومده، کم اومده، رو جاده ها نشسته، اختلالی چیزی ایجاد کرده، اون دیگه خودتون میتونید تحقیق کنید. این روزا میشه و پشت این داستان این خانم 17 ساله‌ای که یه بچه 3 ساله هم داره، حالا این بچه باباش قاتل، مادرش مقتول، کی میخواد سرپرستی کنه؟ اونم توی خانواده اینجوری که بابای دخترش 13 ساله داده به پسرموش. چقدر وقت الان تو دنیا میگن ازدواجهای فامیلی، بچه‌هایی که به دنیا میان مشکل دارن اینا، ولی از اون ور میگن عقد پسرامو و دخترامو توی آسمون ها بسته شده. خب همون بفرستینشون تو آسمون، برن اونجا با هم ازدواج کنن. در صورت من ممنون و متشکرم. ایشون باز یه دو تا پیام دیگه گذاشته، راجع به معلمش صحبت کرده که اون موقع میگه معلم ها هم مقصرن، اگه معلم ها سر کلاس، گویا یه معلم خوبی ایشون داشته، میگه 20 دقیقه نیم ساعت اگه درس میداده، 20 دقیقه نیم ساعت هم میمده راجع به چیزای اجتماعی اون زمان صحبت میکرده. و بعض وقتا آدم تو خود اون زمان که زندگی میکنه خیلی خوشحال نیست، ولی بعدن میفهمه که این معلمه فقط معلم فیزیک و معلم ریاضی و حساب فنی و درس فنی و رسم فنی نبوده، این معلم زندگی هم بوده. ما متاسفانه معلمان زندگی خوبی نداشتیم، از اونایی که در صدر به اصطلاح حکومت بودن تا اونایی که مسئولی یک کاری بودن، همه به فکر خودشون بودن. و الان شما میبینید همین ترند یا همین روال توی حکومت جمهوری اسلامی هم داره تکرار میشه. دزدیای نجومی، اون میاد اونو معرفی میکنه، اون امروز نوشته بود یه جایی نمیدونم آفیس یا دفتر کار احمدی نژاد 150,000 میلیارد، اصلا این عددا رو من بلد نیستم بنویسم، ولی این ادامه داره. حالا ادامهش بعد به کجا ختم میشه؟ دور شار ما دیدیم به کجا ختم شد، مریض شد و مرد و فامیلش هم پولا رو کشیدن بالا و رفتن، هیچ کم نتونست بره دنبالشون. مثل این ماجرای شارلاتان ترامپ هست تو آمریکا، امروز صبح میگفت 10 تا جرم جدید دیگه انجام داده. این چیزایی رو که برداشته برده به جایی که بده به اون آرشیو یا بایگانی ملی آمریکا نگه دارن، برداشته برده عکساش رو تو کتاب چاپ کرده، داره کتاب میفروشه، پول در میاره. حالا میگن ما بلکه بتونیم اینو اقلا بگیم دیگه نتونه رئیس جمهور بشه، چون هر کاری میکنن این مثل فنر از دستشون در میره. یعنی میگن تفلان، این مال مافیا و اینا، این مایتابای نچسب هست بهشون میگن تفلان، به اون چیزای مافیا میگفتن اینا تفلان هن. یعنی شما هر کاری میکنی هیچی به اینا نمیچسبه. خب اون سیستم شاه بود، حالا این سیستم شیخ با این دوزیای بزرگ نجومی اینا چیکار میکنن؟ اینا هم مردم ولیشون میکنن راحت مثل شاه سوار هواپیما بشن برن، یا اینا هم مثل قذافی از تو جوب آب و نمیدونم از تو کانال آب، یا مثل صدام حسین باید صبر کرد و دید؟ ولی از طرفی اشکال باز اینجاست، آقای تبرزدی فامیلیش تبرزدیه، تبر رو گذاشته زمین قاشق زنی میکنه. آقای زمانیان گفته بود که من والا خیلی جاها رفتم تو تهران ببینم یه جایی سر صدا میاد از این قاشق زنی، گفت اصلا یک صدا نمیمد و طرف فیلم گرفته برای خودش یه نفره تاق 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 قاشق زنی میکنه. بعدم میگن تو آمریکای جنوبی، تو آمریکای جنوبی این پیروز شد، کدوم کشور؟ رهبرش کی بود؟ بعد پیروز شدن. حالا من اون روز نوشتم که والا دیشب انقدر صدای قاشق زنی زیاد بود که اصلا صدای الله اکبر به گوش هیچ کس نرسید، چون دیگه نه کسی الله اکبر میگه نه کسی حوصله اینا رو داره. بعد گفتم چه خوب شد 22 بهمن روز جمعه بود، قرار نیست رهبرای جدید برن سر کار، ولی شنبه که شد میخواین چه کار کنید؟ نخست وزیرتون کیه؟ رئیس جمهورتون کیه؟ پادشاهتون کیه؟ چه حکومتی میخواین راه بندازید؟ چه سیاست اقتصادی دارین؟ چه هیچ، همینجوری هر 4 روز یه نفر میاد جنبش فلان.
الان هم که میایم میشینیم تو جلو دوربین، هر کدوم این دوربین قدرت بهمون میده که فکر میکنیم 80 میلیون منتظرن که حرف منو بشنون. امروز بهشون بگم برید از پشت بون خودتونو بندازید پایین، فردا 80 میلیون رفتن انداختن پایین. آقا خانم نیست. ولی این دوست ما امید درست میگه، میگه خانمه میگه میخوام موامو بتراشم یا کوتاه کنم، 5000 نفر میان به به و چهچه میگن. من یه فیلمی بود امروز الان اگه بتونم پیداش کنم، فیسبوک رو تا باز میکردم یه خانمی میمد که تا اینجاشو لخت کرده بود، ببینم میتونم بهتون نشون بدم. بعد گذاشته بود به اصطلاح یه گیم جنگی که من اصلا خندم گرفته بود. خب گیم جنگی حالا اون نیستش، یکی دیگه اومده. این پایین عکس خودشونو میذارن، بعد یه گیمی اون پشت داره بازی میکنه. حالا این خانمم معمولا همشون هم مثل مال سنگاپور و نمیدونم کشورهایی مثل مال فیلیپین و اینا هستن، نشستن چون فیسبوک نمیذاره لخت لخت باشن، تا اینجاشونو پوشوندن و دوربینو تا همونجا نگه داشتن که یعنی طرف نگاه که میکنه فکر کنه لخته، ولی یه میشینن نگاه میکنن. همونا 20000 تا 30000 تا لایف پروگرام دارن، ویدیوهاشون هم بعد 500000 تا 1 میلیون میبینن و پولم در میارن، دیگه کارو ول کردن نشستن تو خونه. و ما هم میایم بعد یه هفته یه برنامه میذاریم، یه روز صدای میکروفون اون اشکال داره، یه روز تصویر اون اشکال داره، یه روز خودمون خسته هستیم، تازه خودمون رو بکشیم 1000 نفر 1200 نفر 1100 نفر اونم میبینن. آقای زمانیان هم اینجاست، ممنون و متشکرم. دوستان صدا امروز چگونه است؟ این هفته ای که گذشت دو تا میکروفون من آزمایش کردم. آقای مهدی مهران نژادم هم دوربینش و هم میکروفونش رو عوض کرده جدید. این هفته یا امروز سعی میکنم با اسکایپ با ایشون صحبت کنم، چون هفته پیش ما با فیسبوک مشکل داشتیم، اینجا زنگ میزدیم تلفنمون وصل میشد، آخر مجبور شدیم با تلفن صحبت کنیم و ایشون یه شعری رو به مناسبت 22 بهمن خوندن که اون شعر الان توی یوتیوب هست، روی فیسبوک خودشون هم هست. در صورت ممنون و متشکرم. آقای زمانیان که از ایران میگه صدا عالیه، دیگه ما کاری با آقای اکبری و دوستان دیگه که وسط راه هستن نداریم. این اروپایی هم خیلی واقعا یک شانس بزرگی دارن که فاصله شون با ایران خیلی نزدیکه، حتی بعضی هاشون میتونن از طریق زمینی یا با ماشین برن و بیان. نمیدونم این روزا هنوز کسی این کارو میکنه یا قیمت ماشین ها تو ایران مالیات و اینا اینقدر زیاده که صرف نمیکنه، ولی اون موقع میرفتن یه ماشینی میخریدن از آلمان رانندگی میکردن و میآوردن و اینها. خب این فوریه 11 ساعت 4:02 بعد از ظهر. این یکی دیگه شو بزنم ساعت 4:05. اینم گوش بدید، جالبه حرفای امید، چون از دل برمیاد لاجرم بر دل می نشینه. آقای یه چیز میگه صدا عالیه ولی اشکال اینه که قابلمه خالیه. باز آقای زمانیان یه شوخی کرده بود، گفته بود که من به همسایه ها گفتم که خب به جایی که 10 تا قابلمه کوچیک بیارین یه دیگ بزرگ بدید به من، من برای همتون به جای این که با قاشق هم بزنیم با کفگیر میزنم، یعنی به نمایندگی شما یا به نیابت میگن از طرف شما میرم این کار رو انجام میدم. بله همه چی الحمدلله خوبه، آقای اکبری میگن. ممنون و متشکرم از یکایک دوستان. امروز شانس داریم آقای مهداد خونساری هم اینجا هستن یا خونساری، و ایشون هم یکی از سیاستمداران زمان شاه بودن. روی صفحهشون برید فیسبوک ویدیوها مصاحبه‌ای که انجام میدن اونها رو ببینید و تماشا کنید و نظر خودتون رو اونجا بنویسید. بریم باز یه بار دیگه کانادا ببینیم امید چی میگه. باید کلیدشو بزنم. جناب سردوز مجددا بابا تا اینجا رسیدیم، منم مقصرم، من فالوورشم، من لایکش میکنم، چهار تا دختر بیگناه دیگه هم میگن خب مگه ما چیمون کمتره، از خونه فرار میکنن. اما یه قسمت دیگه مهمه، امثال آقای سردی آقای معلم، که البته نه این که شخصا منظور شما باشه ها، منظورم روم به معلم های دیگه،
اینا خیلی بیشتر مقصرن جناب سوری. شما نمونه شو برای من انجام دادید، من اومدم یه آدمی که تربیتی بودم فش دادم، شما تونستی منو تو اصلاح کنی اما کمپلت نتونستی اصلاح کنی. اما انقدر من فهمیدم اگه هر جایی من دیگه فش میدم جلوی آقای سوری نه، باید با تربیت باشم. شما تا جایی هم که بتونی داری منو تشویق میکنی به راه، به قول خودمون راه درست هدایتم کنی. من قشنگ میفهمم اسم منو میاری داری منو تشویق میکنی. من یادم نمیره خدا احتمالا فوت کرده دبیری بود به اسم آقای قدسی، معلم فیزیکمون بود دبیرستان شهید بهشتی منطقه دور تهران. ایشون سر کلاس فیزیک میمون ما درس خون نبودیم، ایشون یه خود درس فیزیک رو میگو بیشتر از 20 دقیقه 25 دقیقه میرفت در مورد سیاست روز حرف میزد. ما اون موقع نمیفهمیدیم اما داشت به ما میگفت تنها درس درس فیزیک نیست، درس زندگی هم باید یاد بگیریم. جناب سوری شما معلم وقتی تونستی با یه دونه مسیج مسیر منو عوض کنی، شما باید سر کلاست کنار درس ریاضیاتت کنار درس شیمی درس زندگی رو هم به ما یاد میدادی. شماها باید به نسل ما بگید آقا مسئله غیرت و ناموس اینجوریه. بله ممنونم، شما این قسمت هم درست میگید، ولی فراموش نکنید ما معلم ها هم یکی از آدم های همین کشور ایران بودیم، کشوری که 57 سال دو تا پهلوی، حالا هم 43 سال، 100 ساله، قبلش هم که قاجار بوده که دیگه حرف اونا نگفتنی. ما هم یکی از این آدم ها بودیم. امروز با پتیک داشتم یک کلکل اینترنتی و ایمیلی انجام میدادم، گفت که هی میگن آدم ها، میگه که سالها پیش سوار اتوبوس بوده به قم که رسیدن از اصفهان، از تهران به اصفهان، یه نفر گفته قم شهر خوبیه ولی مردمش بدن. پتیک میگه اون موقع به طرف گفتم که نمیشه یه جایی خوب باشه مردمش بد باشن، چون مردم هستن که اونجا رو خوب میکنن یا بد میکنن. شما نگاه کنید همین کشورهای آلمان و آمریکا وقتی میگیم خوبه مردمش خوبن، والا کشور که خاک هست و چمن هست، آب هست و سنگ هست، همه جا حالا یا یکم قشنگ میشه ولی اونجای قشنگ تره که مردماش بهترن، مردماش صمیمین، مردماش به همدیگه کمک میکنن. و شما درست میگی، بله وظیفه معلم این بوده، آموزش و پرورش. شما الان نگاه کنید همه این دوستا دکتر 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 دکتر، خب این آموزش رفتن درس خوندن مدرک گرفتن ولی پرورش نداره. همینا بعضی هاشون من دوستم باشون، میریم مثلا رستوران به این کسی که حالا یا مادره داره کار میکنه یا پدر زحمتکشیه که مثلا بچهش تو دانشگاه است، وقتی میخواد صحبت کنه بی احترامی اینجوری با اشاره دست. من یادمه توی آلمان به این گارسونا باید میگفتیم هر اوبر، چی بهشون میگفتیم؟ اوبا، یه همچیزی اینجوری بود، با احترام باید بهشونه چون داره سخت‌ترین کار انجام میده. شما تو خونه نگاه کن، مادر خونه که همه رو دوست داره وقتی میخواد 4 تا بچهش رو راضی نگه داره، یکی میگه من امروز اینو دوست ندارم، یکی میگه کم بود، یکی میگه زیاد بود، ولی اونا 200 نفر 300 نفر رو در روز باید بیان، همه باید راضی برن از اونجا بیرون، چون اگه راضی نرن بیرون میرن 40-50 نفر دیگر رو ناراضی میکنن و با گفته هاشون کاری میکنن که اون رستوران نیاد. ولی این که شما میگید من با یه پیام شما رو عوض کردم، من واقعا خوشحالم. از طرفی شما هم باید خوشحال باشی که آدم خنگی نبودی، قبول کردی حرف منو که آقا تو اگه اشکال داری بیا حرفتو بزن، لازم نیست فوش بدی. و من خیلی خوشحالم. و اینم که شما میگی بله این سوربی اسم منو هی میاره که من رو به راه راست هدایت کنه، اینم بله واقعا درسته و خیلی خوشحالم که شما این کار رو انجام میدید، چه در رابطه با پیام برای کامیوندارای کانادا هفته پیش گذاشتید، ولی دیدید کلن برنامه هفته پیش من ریخته شد به هم به خاطر این صدا و میکروفون و اینها و اون که نتونستیم ارتباط برقرار کنیم. در هر صورت
من ممنون میشم که شما و دیگران پیام بذارید تا من بتونم سر فرصت این پیام رو پخش کنم. آقای مسعود کردار تماس گرفته بود و من وقتی میخواستم زنگ بزنم تلفن من زنگ میزنه، یه زنگ که میزنه قطع میشه. حالا نمیدونم ایشون میفهمید که من زنگ میزنم یا نمیفهمید، چون سیستم زنگ زدن میدونی چجوریه، وقتی تو گوش شما داره زنگ میزنه اونور ساکته، وقتی اینور ساکته اونور داره زنگ میزنه. بماره بعدا من 5 تا ایمیل از دوستان و فامیل داشتم که آقا تلفن من اشکال داره، وقتی زنگ میزنن بدون هیچ چیزی مستقیم میره رو پیامگیر، این موقعی که معمولا آدم در دسترس نیست یا تلفنش خاموشه، ولی من تلفنم اصلا خاموش نبوده. اینم یه اشکالی بوده که این دو سه روز گذشته ما داشتیم و سعی میکنم برطرفش کنم، ولی من باز یه بار دیگه، حالا نمیخوام بگم عاجزانه، ما که عاجز نیستیم، علیل نیستیم، ولی ازتون خواهش میکنم زنگ نزنید به من بگید میخوام باهات صحبت کنم. شما زنگ بزنید صحبت کنید با همین 202-695-2573 که اینجا هست، افکت 5 اینه، بله 202-695-2573. ببینید الان امید 3 دقیقه و اینا صحبت کرده، پیامتونم قشنگ کامل میرسونی، نه دیگه من حرف شما رو قطع میکنم، نه میپریم تو حرف هم دیگه، و من از اونم استفاده میکنم، کمکی میشه به برنامه های من که من برنامه هام به اصطلاح پر محتوا بشه یا چی میگن بهتر بشه. خیلی ممنون دوستان عزیز. همونجوری که گفتم امروز یک شنبه 13 فوریه است، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای نیساری خواهیم بود، فرزاد نیساری و آقای مهران نژاد ساعت 3:30. و اما تیم المپیک ایران با 2 نفر شرکت کننده در این المپیک زمستانی شرکت کرد. گویا اون کسی که پرچمدار این المپیک بوده مواد مخدر استفاده کرده، اون یه خانم، یکی دیگه هم بود که توی 80 نفر نفر 50 خورده‌ای شد. بعد بار دوم میدونید که اینا لانگ لیست دارن، بعد میچرخن، بعد شورت لیست درست میشه و اینها، دیگه توی اون حذف شد. ولی این کسی که رفته اونجا و گویا دوپینگ کرده، دوپینگ همین موادی استفاده میکنن که مثلا انرژی نشادر به خودشون میزنن، نمیدونم چه کار میکنن. اینو به نظر من اگر مثلا بعدن ورزشکارای یعنی دولت ایران یا اون نمیدونم باشگاه هر چیز اینا رو محروم کنن واقعا بهتره. البته توی آمریکا یه آقایی بود که سالها قهرمان دوچرخ سواری میشد، بعدن فهمیدن آقا طی همه این سالها این داشته دوپینگ و چه پولایی هم گرفته بود، حتی پست آفیس براش تبلیغ میکرد و اینها. خلاصه اینم روزگار غریبیه که ورزش به جای رسیده، به جای اون انسان دوستی بلند چی میگن والایی و پهلوان صفتی و اینها، یه مشتی اراذل و اوباش، یکیش دوا استفاده میکنه، یکیش نمیدونم چیزهای دیگه که بلکه اول بشه تا 3-4 سال عمراتش بگذره. این تیم المپیک ایران تا 20 من فکر کنم ادامه داره، بعد تموم میشه. آقای زمانیان میگه اسکاتلند میگویم مردم خسیس، ولی ایرانی ها بد حساب و کلاهبردار 90%، نتیجه 40 سال کاسبی در ایران. ایشون تجربهشو میگه. یادم یه بار پیام گذاشته بود، میگه یکیش به هم میگه که بیا چلو کباب بخور، یکیش به هم میگه بیا کله پاچه بخور به جای پولی که طلبکاری و الی آخر. این داستان همسر جوان و سر بریده، من وقتی نوشته آقای ستار دلدار رو خوندم برایش نوشتم که توی قسمت خصوصی نوشتم ستار جان، من نمیخوام تو اون قسمت عمومی بگم که یه عده بدونی که چیان شروع کنن فحش و فضیحت، ولی این نوشته شما زد و نقیزه. بالای نوشتت خودتون میگین این پدر، دوتا پدر با برنامه با پروگرام رفتن اینو برگردونن، ولی بعد پایینش اینجوری میگید گو آره شما درست میگی من عوضش میکنم، بعد دیدم عوضش کرده. بماند مسئله به این سادگی که من و شما میگیم نبوده و نیست. این دختر خانمی که از طریق همین اینستاگرام با یک آقای سوریه‌ای که میگن سوری، با یه سوری آشنا شده و اون سوریه گویا اینو ورشته برده ترکیه به عقد خودش درآورده، این خانم هنوز زن اونه توی ایران، رفته ترکیه ازدواج کرده، سند و مدرک به عقد اون، بعدم وقتی مشکل پیدا شده و
این پدر ماد داماد و پدر نمیدونم عروس و پدر شوهر و پدر زن رفتن پلیس ترکیه شکایت کردن، اون اومده گفته من چه میدونم مدارک شو اینا، ولی خود اون دختره به اینا گفته که این از من سوء استفاده کرده. بعد اون بهش گفته بوده برو کرمانشاه. حالا یه شاهدی دیگه هم پیدا شده از همین شاهدایی که با مسیح نژاد، با مسیح علی نژاد و اینا صحبت میکنن، اینا هم نه نامی نه نشانی، فقط میان اینا هم میخوان حالا از این موج به اصطلاح بر این موج سوار بشن و برن. دیدم شاهین یه برنامه درست کرده و با به اصطلاح ویدیوی صحبتای اون آقا رو گذاشته که اون آقا میگه اصلا این پدر و اینا به من دروغ گفتن، گفتن این 6 سالشه یا 9 سالشه این دختر فراری و من کار کاسبیم تعطیل کردم رفتم دنبال این، بعد معلوم شده این 17 سالشه. خلاصه اینم تموم میشه میره. یادتونه یه پسر جوانی یه دختری رو کشته بود، با میگن با برادرش گذاشت تو چمدون و تو سطل آشغال و فلان اینا. یادتونه یه پدری پسرش و دخترش و اینا رو کشته بود، چی شد؟ یه هفته همه ما شور حسینی احساساتی در جهراتمون میره نمیدونم تب میکنیم رو 40 درجه به ایرانی، اینجا رو 103 و 104، پس فردا اصلا یادمون میره. من امروز صبح وقتی میخواستم فکر کنم کی بود اون آقایه که هم دامادش کشته هم دخترش کشته هم پسرش کشته، اصلا یادم نمیمد دیگه. و این ذات بشره، گاهی وقتا بد نیست ما چیزها رو فراموش کنیم، اینقدر بد و زشت هستن بهتره که فراموش کنیم. دوستان این سابسکرایب و لایک و فالو و نمیدونم کوفت و زهر ما رو هم الان انجام بدید. اگه از فیسبوک دارید نگاه میکنید یه لایکی فالوی، اگه از یوتیوب هستین یه لایکی فالوی. و بهتون هفته پیش گفتم که یه اشکال از من بود، بلد نبودم این لایک و دوستان میزدن، ولی یه چیزی بود که میگفت پیدا نباشه، ما نمیدونستیم، یوتیوب زیادش کرده. الان میبینم 44 تا 22 تا اینا اومدن و زدن، از یکایکتون ممنون و متشکرم. و اما اون روز با آقای زمانی یه صحبت کوتاه کلکل اینترنتی داشتیم، بهش گفتم که من همین الان یه میکروفون 28 دلاری خریدم و خیلی صدا رو که خودم امتحان کردم خیلی بهتر شده و این داستانش رو براتون میگم. به نظر میرسه سیستم ما هم پیش پولش خرابه. من اولین سالی که رفتم هنرستان خب دو سه تا اتفاق برام افتاد. یکی این که اونجا آقای خورسندی چون دید من رسم فنیم خوبه به من گفت معلم کلاس باشو و از اونجا اون به اصطلاح اشتیاق و علاقه به معلم بودن شروع شد. بعد وقتی رفتیم کارگاه و کار فنی و اینها یه دبیری ما داشتیم به نام احمد قوامی و این ترک بود، از تبریز و اینجا آمده بود با اون لهجه ترکی غلیظ، میرفت شبا تلویزیون تعمیر میکرد و خب اینا همیشه دنبال یک کسی میگردن که این کیف سنگینه، یک کیف گنده، کیف سامسونت نبود، یک کیفی بود که اندازش بین کیف سامسونت بود، یعنی بین بریف کیس و لاگیج اون بزرگا، پشت اینجوری وازش میکردن، پر لامپ بود، لامپا رو مثل ابزار با کش چسبونده بودن و اینا، بعد توش هویه بود، توش نمیدونم، برای یه آدم 16 ساله این خیلی سنگین بود. اون وقت خودش هم خیلی تون راه میره، یه فولکس واگنی هم داشت. به من گفت اگه میخوای تعمیر تلویزیون یاد بگیری میتونی با من بیای. و اون روز داشتم فکر میکردم گفتم عجب آدم بی انصافی بود این، حتی ما مثلا از 4-5 عصر میرفتیم تا 8 شب 9 شب با این کیفشو بکش، هی برو تو این خونه برو تو اون خونه، هی پولا رو از مردم میگرفت، یک بار نشد 5 تومن به ما بده. میدونید این آقای زمانی که میگه ما بی انصافیم، ما میگیم نمیدونم اسکاتلندیا خسیسن ولی خودمون از همه هم خسیستریم، هم راست میگه. آقای احمد قوامی 51 سال پیش، نیم قرن پیش، خب ایشون دبیر هنرستان بود، بالاخره دستش به دهنش میرسید. بعد شبا خودش میگفت من پولی که میسازم از این تعمیر تلویزیون های شاب لورنس میگفت 3-4 برابر حقوق معلمیه. بعدن تازه معلوم شد ایشون ساواک هم کار میکرده. البته من نمیدونم هر کسی که ساواک کار میکرد حقوق بهش میدادن یا این بدبختا به اصطلاح مزدوران بی جیر و مواجب بودن،
که بعد از انقلاب برش دردسر درست شد و نزدیک چهارراه مشیر یه پاساژی بود اون پایین، اینم چون بلد بود کارهای تلویزیونی و اینها، دبیری رو کردنش بیرون، رفت اون پایین به اصطلاح همین لامپ و وسایل اینا هم میفروخت. دیگه خبر ازش ندارم. تا یه روزی من توی برنامه هم داشتم صحبت میکردم، یک خانمی زنگ زد به من، گاهی سوربی من خواهر احمد قوامی هستم، الانم اینجا میبینمش هنوز. و یه آقای دیگه ای به من گفت که من داداش قوامی هستم، آقای محمود قوامی که توی منطقه خیلی معروف بود، چند مدت پیش فوت شد. در هر صورت اینم داستان پیشبول. حالا چرا پیشبول؟ این وقتی یه چیزی بود تو تلویزیون، اون قسمت که برق های ولتاژ داشت، چون این لامپای قدیمی خیلی باید ولتاژ می‌بردن روی ترانسفورمر زشت انقدی بود، این ولت مثلا 220 و نمیدونم چند هزار ولت میکرد و اینا که این گرم بشه پشت لامپ، یادتونه اولم شروع شد اینا. بعد اون قسمت رو بهش گفتن پوشپول، چرا نمیدونه. ولی آقای احمد قوامی به شوخی وقتی این سر کیفه رو باز میکرد اینجوری اشاره میکرد، سوربی جون چیش خرابه؟ پیشپولش خرابه. به طرف میگو مثلا 150 تومن میشه تعمیر این، دارید بدید امشب، نسیه و اینا هم کار نمیکرد. بعد یه سریش بود تلویزیون ها وارانتی داشتن، ضمانت داشتن، اونا رو فوری یه چیزی میزد درست میکرد میرفتیم، که چون اونا بهش 20 تومن و 30 تومن میدادن مال گارانتی و ضمانت و اینا. ولی اون بیچارهی که گارانتی و ضمانت و تضمینش و اینا گذشته بود، این میگو که 100 تومن میشه پیش شما پیش پولتون خرابه. بعد به من اشاره میکرد میخندیم، میگو اینا باید پیش پول بدن تا ما درست کنیم. این صدای ما هم پیش پولش خراب بود، پولو پیش دادیم درست شد. حالا دوستان اگه خواستن حمایت کنه. خب یک خانمی به نام زهره صفایی برای من نشته بود، آقای سوری من حالم خرابه و اینها، اگه امکان داره از بیننده ها بخواین که کمک کنن به من برای درمان و دارو. بعد دیدم که شاهین نوشته بود که این خانم چجوری حالش بده ولی اینجوری آرایش میکنه و میاد و اینها. ببین شاهین جان، من و تو نه که مرد هستیم خانوما رو درک نمیکنیم، خانوما جونشون هست و این زیبا بودن، این حالا آرایش کردن و اینها. من صفحه این خانم رو نشون میدم و از دوستانی که دلشون میخواد کمک کنن، مخصوصا چون امروز هم آقای اکبری اگه اشتباه نکنم یه فیلمی گذاشته بود، یه آخوندی بود که به مردم میگه شما خودتون کمک کنید به دیگران، اگه قرار 1000 تومن بدید به یک کسی نرید بریزین توی این قوطیای الکی و بیهوده، خودتون به مردم کمک کنید و اینها. و من فکر کردم که این آخوندم چون خطر احساس کرده داره این حرفا رو میزنه که پس فردا اگه یقش گرفتن بگه آقا من همونم که به مردم گفتم اینجوری. بذارید من این صفحه این خانم رو بهتون نشون بدم. بله، خانم زهره صفایی و این عکس مال قبله. شاهین جان من بعدن به ایشون گفتم شما اگه خودت یه ویدیو بفرستی من اون ویدیو رو پخش کنم بهتر اثر میذاره، و ایشون وقتی ویدیو فرستاد من صدای ایشون رو که شنیدم واقعا جگرم کباب شد، نمیتونست نفس بکشه. در هر صورت من نمیدونم، نمیتونم هم قضاوت کنم. بذارید باز این پرید رفت، ما اینو تکون میدیم اون یکی میپره کامرای 3. خب اینو براتون میاریم اینجا. ببینید ایشون نوشته برای تهیه دارو و درمان سرطان ریه حنجره به کمک فوری نیاز دارم، شما را به خدا قسم به دادم برسید. شماره تلفنشون هم نوشتن 091. من فکر کنم اگه کسی از خارج میخواد تماس بگیره بستگی به کد کشورتون داره، 2098. بعد این 91 و اینها مال چیزه. دوستان سعی کنید شماره تلفن ها رو 3 تا 3 تا 4 تا جدا بنویسید. فکر کنم به اینا پریفیکس میگفتن یادم رفته، یا کد شهر، کد کشور، اینا رو جدا جدا بنویسید تا قابل خوندن باشه و بهتر خونده بشه. درصد 0 91 90 42 47 95. اگر امکان داره و میتونید کمک کنید. اینم از این.
آقای زمانی، شما که تو ایران هستید الان، این ماجرای کمک های مردم به هم دیگه چیه؟ مثلا اون وقتا من یادم اول انقلاب این صندوق های چی اومده بود که سودم نمی گرفتن، قرض الحسنه، بعد خیلی از ادارا صندوق های تعاونی درست کردن. من یادم تو خود هنرستان، من وقتی اولین خونم سقفش چکی کرده بود، مجبور شدم ده هزار تومن قرض کنم و اینجوری بود، این دفعه سوربی قرض میکنه پس میده، بعدا اونو این کمک به همدیگه میکردن و تو خیلی از خانواده ها بود این رسم. یادم خانواده قاسمزاده، بهروز قاسمزاده که دوست من بود، اینجوری بود. و این روشیه که کلیمی ها هم دارن، وقتی یکی میخواد ازدواج کنه میان کمک میکنن، به هر یه جایی رو راه میندازن، مغازه و فلان و اینها، حتی یه مدت مشتریای خودشون رو میفرسن اونجا تا این راه بیفته و الی آخر. ما باید از این کارا بیشتر کنیم و دستمون رو جلو دولت دراز کردن کمتر، اونم دولتایی که خودمون میگیم اینا دزدن، اینا نمیدونم جنایتکارن، اینا دیگه چی بگیم، اینا که پول اختلاسگرن و هر چیز دیگه. خب آقای فرزاد نیساری یه ویدیوی گذاشته بود در رابطه با ایمان سبزیکار، این جوانی که یه پلیس رو کشته. پلیس هم مثل که مال همون کازرون و دشت ارژن و اینها هست. این فیلم ها هم دیگه آدم یادش میره کجا دیده و اینها، ولی اون صحنه صحنه دلخراشیه که پلیس با هفتیری که دستشه یا با اسلحه کمری که دستشه، یا دلش نمیاد یا به فکر هرچیه، اون آقا رو نمیزنه، ولی گویا اون آقای با چاقو یا هرچی، چون از دورم فیلم گرفته شده، زدن این کشته، بعدم دستگیر شده. ولی ما متاسفانه همه چی رو میخوایم از دید خودمون، و اینم اشکال نداره. تازه مولوی هم گفت هر کسی نمیدونم از ذهن خود شد یار من، شما از دید خودت فقط میتونی ببینی. یعنی آقای نیساری آقای افکاری رو، شیرازی رو میگه دولت دروغ میگه، ولی آقای نیساری شما که شیرازی هستی، من که شیرازی هستم، آقای اکبری که شیرازیه، از خودمون سوال کنیم چگونه تو شیراز یا آقای نوید افکاری رو اینجوری دولت به ناحق کشت و اعدام کرد و مردم صداشون در نیامد. اینجوری نیست که شما میگی، یه چیزای دیگه پشت این ماجراها هست که الان همه چی قاطیه، الان همه چی شیر تو شیره، همه چی خر تو خره. یعنی اونا دروغ میگن، ما هم دروغ میگیم، شدیم همه چوپان دروغ بود. آمریکایی‌ها میگن crying wolf، یعنی هی گریه میکنه، میگه روبا آمد، روبا آمد، فردا که روبا میاد باور نمیکنه کسی. خب نوید افکاری دولت گفت این اومده چاقو زده مامور کشته و گرفتن اعدامش کردن، هیچ اتفاق نیفتاد. این آقای ایمان سبزیکار میگه زده پلیس رو کشته، بعد حالا این دوستان داستانی که تعریف میکنن میگن این آقای سبزیکار با ماشین تصادف کرده، 30 میلیون تومان داده، حالا این کارگر زحمت کشی که از یه شهر دیگه آمده چجوری 30 میلیون داشته که همون موقع داده به این پلیسه که بذاره بره، یعنی بذاره حق شکنی کنه، چیکار کنه، حق و زیر پا بذاره دیگه، قانون شکنی کنه، اینا خودش بماند. ولی میگن بعدن اومده گفته 30 میلیون هم بده، اون گفته نمیدونم بیا خونم درست کن. اینقدر داستان به اصطلاح چی میگن دوره یه ماجرای زیاد میشه، شما دیگه خود ماجرا رو نمیتونی تعقیب کنی که آقا چرا این پلیس اسلحه دستشه، ولی این آدمی که داره خب بزنه، میگن پلیس زد مردم رو کشت. حتی یه جایش هست، یه آقایی بود دو سه هفته پیش، میخواستم ویدیوش نشون بدم، سوار اسب شده بود با شمشیر میزد شیشه ماشینا رو میشکن، بعد اومده بود پایین داشت میرفت، بعد یه نفر از اون قسمت فیلم گرفته بود، میگن نگاه کنید این داره تو خیابون برای خودش راه میره، اینا بهش تیر میزنن. قبلشون اینجا تو آمریکا بهش میگن out of context، یعنی شما از یه جمله میای فقط لا اله رو برمیداری، اون دنبالش رو دیگه نمیگی، لا اله الا الله، اون وقت مردم میگن ها ببین کافر، باید بگیریم اعدامش کنیم. این از این. حالا راجع به کافر و اعدام و اینا، همین امروز که من و شما اینجا نشستیم دوستان، برید ده فرمان حضرت موسی، که ده فرمان هم نبود، بیش از 20 فرمانه، ولی ایشون
دو تا دست بیشتر نداد، دو تا تبلت هم بیشتر نیاورد، یا دو تا لوحه سنگی بیشتر نیاورد. برید اون ده فرمان رو بخونید، تو همون ده فرمان میگه adultery. adultery یعنی همین خیانت زن به مرد، خیانت مرد به زن. جرمش اعدام، جرمش کشته شدنه، حالا یا سنگسار و فلان اینا اینجوریه. همین مسیحی ها که الان دوستان ایرانی چپ و راست میرن مسیحی میشن، دین عطوفت، محبت. یادتونه این علی دراز بنگی ترابی رفته بود مسیحی شده بود، بعد به همه فوش میداد. اصلا ترکیه که بود نمیشته بود سر به داغ باید بریزیم تو دهن این سربی، بهش میگم احمق، تو اگه مسیحی هستی، تو اگه میری کلیسا اونجا نمیدونم انگشتشو میزنه تو آب چی بهت میده میخوری، باید اینا رو هم یاد بگیری دیگه. الان مسیحیت برای که مردم رو جلب کنه، چون یه پرونده زشت و سیاه و کثیفی داره، جنگای صلیبی گرفته، بعد حالا این ماجراهای تجاوز به بچه ها و فلان اینها، حالا داره مردم رو رشخند میگفتن یا ریشخند، یعنی کلک میزنه بهشون که اینا رو جلب کنه. خیلی ها میگن این پاپ فرانسیس خیلی آدم خوبیه، میگم این پدرسوخته از همه حرومزاده تره، چون مردم داشتن آگاه میشدن و از کلیسا خودشون رو کنار میکشیدن، این دوباره اومد گو گی باشه، این باشیم بشه، همه تون بیاین ما کاری نداریم، این دوباره مردم رو جذب. خب این قانون ادالتری، اتفاقا یه آقای به نام بکنم حبیب سعیدی یا اسمام یادم می، بله حبیب سعیدی، اینجا ستاره دلارم نوشتم، خب خط بزنم صحبت شد. آقای حبیب سعیدی یه نوشته نوشته بود، خودش بالا نوشته که این دین اسلام کپی یهودیت و مسیحیت، بکش و بزن و هر کی دین ما نباشه فلان. بعد پایینش نوشته بود خب البته بی خود نیست که مردم از اسلام فرار میکنن به دین زرتشتی که دینم نیست و دین مسیحیت که دین محبت. میگم آقا نوشته خودت اون بالا بخون با این پایین. بعد امروز برای من نوشته بود، خب چیز فارسی ندارم، تایپ رایتر فارسی ندارم یا تایپ رایتر. گفتم آقا من که نمیگم غلط املایی دارید شما، مقالت ضد نقیزه، مقاله شما اون بالا میگه دین اسلام کپی دین مسیحیت و یهودیت و اینا هست و بارها هم همه اینو گفتن، این پایین میگه دین مسیحیت که صلح و آرامش و دوستی. خب اینه که آخوندان میگن که مثلا میگن اسلام یعنی سلام و تسلیم و محبت و فلان، از یه طرف هم میگه نمیدونم خدا رحیم و رحمانه، از یه طرف هم میگه نمیدونم باید قصاص کنه و قاسم و جبارین و از این ماجراها. خود دین ها ضد و نقیزن با هم دیگه، خود هر دینی. به همین خاطره که تستمونی نمیدونم دین مسیحی رو نگاه کنید کتابش هی عوض شده، دین یهودی رو نگاه کنید کتابش عوض شده. این مسلمان ها خودن گفتن نه همین یک کتاب همین، ما از همین توش موندن به این خاک سیاه افتادن. نمونه بارزش هم همین افغانی و طالبانه که توی افغانستان هست، یه روز میگه زنان میتونن بره سر کار، فردا میگیرتشون، فردا تا میگن آقا پول نمیدیم آزادشون میکنه، فعلا موندن مثل خر توی باتلاق موندن و دارن درجا میزنن. اینم از این آقای ایمان سبزیکار که پلیسی رو یا در دشت درجن کشته بود یا در کازرون و اینا، خودشون کلا اهل اونجا هستن و اینها، ولی اون نوشته آقای فرزاد نیساری و دوستانش نمیخوند، ردیف نبود. چون نمیتونی بگی یه کارگری داره با سختی کار میکنه برای خانوادهش اونجان، بعد رفت تصادف کرد زد به یکی 30 میلیون داد به پلیس. خب کمک برای درمان و داروی خانم زهره صفائی. دوستان یه بار دیگه میگم این سابسکرایب لایک فالو اینها رو لطفا انجام بدید. شاهین یه میکسری درست کرده بود فرستاده بود، من وقتی میاد برم نگاه میکنم و براش نوشتم که والا این سرپرک گرفتم. شیرازی ها به سرگیجه میگن سرپرک، یعنی شما وقتی سوار این چی میشدیم، چرخ فلک نه یه چیز دیگه بود، اینجوری میچرخیدیم بعد میمدیم پایین نمیتونستیم خودمون رو نگه داریم، یا اولایی که کسی میره زورخونه دور خودش میچرخه همین حالت بهش دست میده. این شاهین یه ویدیوی گذاشته بود پشت سر خودش که این ویدیوه هی میرفت بالا، شما هی فکر میکردی شاهین الان داره میره پایین بیفته پایین،
بعد یکم که نگاه میکنی چشمات اذیت میشه، سرپرای میگیری. بعد خندید گفت خودم هم همین حالو داشتم، ولی شما که میدونی من یه چیز جدید که میاد دستم باید ازش استفاده کنم. در اصل من براش خیلی رو راست مینویسم که تعارف و دروغ و اینا نباشه. ماجرای این تماس های ماکرون و پوتین و بایدن و از اون ور پوتین میگه آقا شماها سال 1990 اینو مثلا آقای خانساری باید برای ما بگه، سال 1990 گفتین که ناتو دیگه از اینی که هست بزرگتر نمیشه، ولی بزرگترش کردین، اومدین نمیدونم 800 کیلومتری روسیه و فلان اینا، حالا میخواین این اوکراین یا یوکراین رو بگیریم. بعد بعضی هم میگن چرا، بعضی هاش میگن کیف، بعضی هم میگن کیف، اسم اون شهری که اونجا هست. این دوتا تلفظ داره، یکی آمریکایی یکی روسیه‌ای. حالا ایرانی ها چی میگن من نمیدونم، در صورت اون به کجا خواهد کشید نمیدونیم، ولی همین امروز یه زیردریایی دیگر رو تعقیب کرد. من نمیدونم این زیردریایی ها مگه به غیر از آبای اینتر، آبای بین المللی توی آبای همدیگه هم میرن؟ اونم خبر ندارم. علی ترابی مدتی غیبش زده، حتما مواد پواد یا زیاد شده برای خودش داره لذت میبره، یا بهش گفتن آقا بی برو دنبال کار کاسبی دیگه، پول مفت بهت نمیدیم. ولی اینها بچه زیاد دارن، یعنی بچه و نوه و اینها، پولی که بهشون میدن از پول افرادی که کار میکنن بیشتره. و اما یه دوستی به نام صادق کنعانی که ایشون هم مثل همین امید پیغام فرستاده بود که مزدور و اینجوری و اینا، من به این زنگ زدم گفتم آقا واقعا دوستانه با هم صحبت کنیم. یعنی شما فکر میکنی من مزدورم؟ آخه مزدور برای چی؟ باید به من پول بدن که چه کار کنم؟ جاسوسی کنم بگم آقای صادق خان صبح میره سر کار، اصل میاد 50-60 دلار 100 دلار در میاره، خب که چی بشه؟ بگم میره سیزه بدن، خب که چی بشه؟ اگه کسی مزدور باشه، جاسوس باشه، اون میاد به عنوان دوست، میاد به عنوان همکار شما، میاد به عنوان همجبهه شما، میاد به عنوان همجنبشی شما تو اون جنبش، تو اون جبهه، تو اون هر چیزی که حزب شرکت میکنه، اون وقت اخبار داخلی رو میبره. قبول داری؟ بگو آره اینجوری فلان و اینها. و اون روز پیام گذاشته بود ایشون هم باز همون صبح جان زنگ بزن میخوایم با هم صحبت کنیم، حالا یه فرصتی پیش بیاد یه دفعه با ایشون یا از طریق تلفن یا از طریق ویدیو یه چند دقیقه گپ بزنیم. در صورت آقا صادق، من بهشون میگم صادق گرده، یه فیلمی بود صادق گرده فکر کنم سعید کنگرانی بازی میکرد، در صورت ایشون هم گویا سالهای سال توی کالیفرنیا و اون رادیو ایران مال تگزاس و اینها فعالیت کرده، ولی اولین چیزی که به مغز من و شما میرسه، خب شما این همه سال فعالیت کردید به کجا رسیدید که تازه امروز به من میگید که به اینها امیدی نیست، من و تو باید کاری انجام بدیم؟ من که سالها و بارها اینو گفتم که من اصلا بلد نیستم، شما باید، یک کتابی هست که چگونه این جنبش های گراس روت یعنی ریشه‌ای بنیادی رو شروع کنیم. اینجوریه که شما دیدید اینایی که میخوان کلا برداری کنن همشون از تو فامیل خودشون شروع میکنن، یعنی داماده میاد به شوهر خواهرش، شوهر خواهره میاد به دامادش، به پسر عمه، به اون شروع میکنه میگه من یه دیلی پیدا کردم، به هیچ کم نمیگم، چون تو فامیلم هستی، چون تو دوست صمیمیم هستی، فقط به تو میگم بیا بریم این کار رو انجام بدیم. این بنیادها هم اینجوری باید باشه، نه آقای آبتین آبتینیزم درست کرده، آقای نیساری یه جای دیگه نشسته، اینا میان با همدیگه یه برنامه اینستاگرام میذارن فکر میکنن. حالا 2 دقیقه دیگه هم میریم 2:39، نه خیلی وقت داریم، من ساعت 3 قراره با آقای نیساری، فکرم 2:59 قراره با آقای نیساری باشه. صادق کرده را سعید راد بازی کرده، سعید کنگرانی، آها ببخشید درست میگی، سعید کنگرانی او پسره بود که اینم الکی شانس آورده بود با فیلم دایجان ناپلئون معروف شد بی خود، بعد هم یه دفعه با گوگوش هنرپیشه فیلم بازی کرد، بعد هم اومد اینجا همه رو گفت اینا همه بدن اون خوبه، بعد هم برگشت ایران معتاد، خودش هم میگه که این شوره آقداشلو معتادش کرده و فلان بیسا. خب آقا همه تون معتادی، حالا تو وقتی میشینی میکشی چه سوربی داده باشه مواد دست، چه اکبری داده باشه، چه شوره آقداشلو،
تو بودی که کشیدی. درست به نظر من اینا همش الکی شانسی. بهتون گفتم سینمای ایران اینجوری نبود که بگی ما یه هنرپیشه میخوام 300 نفر بیان. اینجا تو آمریکا اینجوریه، 300 نفر میان صف میکشن تو خیابون وای میسن. هالیوود مثلا دنبال یه دختر میگردن که نقش یه دختر 9 ساله رو بازی کنه که بعد مثلا نقش بزرگتر شدنشو یه هنرپیشه درست حسابی. ولی تو ایران اینجوری نبود. تو ایران آقای ایکس پسرشو میبرد، یادم به نادر رفیعی گفتم، گفتم همه تون افتخار میکنین تو رادیو تلویزیون بودید و اینا، چجوری بوده؟ میتونی دروغ بگی بگی داشتم از دم رادیو تلویزیون رد میشدم رفتم با رئیسش صحبت کردم؟ مثل اون آقای کی بود گفتم یه دو سفت پیش فوت شد، گفتم کلاس هشتم بوده، گفت من رفتم با رئیس کیهان صحبت کردم. بعد بابا اینجوری نبوده، مثلا بابای رفیعی کارگردان بوده، گفتن یه پسری میخوان نقش بازی کنه، گفته خب پسر من بیاد. نمیدونم لیلا فروهم مامانش هنرپیشه بوده، باباش هنرپیشه بوده، رفته. حالا خود اونا هم به چه جوری رفتن بماند؟ یه سیستم کثیف، سیستم انتخابی نبود، شرایط نبود، به اصطلاح ضابطه چیز نبود، رابطه بود که تو باید مثلا مدرسه هنر رفته باشی، مدرسه فیلم رفته باشی. نخه این یکی شما نگاه کن، مثلا هنرپیشا میگه به گفتن باید لخت بشی، گفت قبول نمیکنم، رفتن یک کسی که لخت میشم اون آوردن اون نقشو بازی کرد. افتضاح. بگذاریم. بله سعید راد بود، مرسی، متشکرم. داستانش اصلا یادم نیست، چون اون موقع یکی از افتخارات جوونا این بود که فیلمای ایرانی رو نرن ببینن، از بس افتضاح بود. ولی من پسرعموم همه فیلم ها رو میرفت، چون پسرعموم پدرش تو میدون بود، به این مدیرای سینما آقای تیموری و سوپانی و اینا میوه و این چیزا میداد، صندوق و از سینما ها رو میتونست بره. خونهشون هم نزدیکتر بود، ما خونمون آسونه و دروازه قصاب خونه و اینا بود، این خونهشون شاه چرا بود، از اون پشت مینداخت میرفت 4-5 تا سینما و بیشتر فیلم ها رو اون میدید. خب راستی پیشه کن تا پیروز شوی، این چیزیه که من نوشتم درباره این ماجراها. آقا خانم، شما دروغ رو با دروغ نمیتونید از بین ببرید، به جنگ دروغ نمیتونید با دروغ برید. آخوند دروغ میگه، شما یه دروغ دیگه بگیم به جایی نمیرسید، میشه همین 43 سال اون دروغ گفته، تو دروغ گفتی. اگه میخوای کاری انجام بدی، اون که دروغ میگه شما باید بیای راستشو بگی. تازه این روزا راستی هم یه پاش میلنگه، همچین به جایی نمیرسه. اینو من نوشته بودم، آقای مهران نژاد نوشته بود، جمله قشنگیه، راستی پیشه کن تا پیروز شوی. آقای امید از کانادا پیام تلفنی که اشکم رو در آورد، اینجا نوشتم همین داستانی که گفتی و قشنگ توضیح دادی. شما فکر میکنی من بهتر از تو میتونم بگم، ولی تو چون داری حرف دلت رو میزنی، قابل لمستر و قابل فهمتر از اینه که من بخوام، به اصطلاح آمریکا میگه هیرسی، نقل حدیث میگن، شرح روایت کنم، از یکی دیگه بیام بگم و فلان. نه در صورت خیلی خوب شما توضیح دادی، منم ممنون، متشکرم. امروز من قرار بود با آقای علیرضا نوری پور هم از ترکیه یه صحبتی داشته باشم، بعد برای ایشون نوشتم که ما چون هفته قبل مشکل پیدا کردیم و آقای مهران نژاد رو به این هفته منتقل کردیم، شما رو هم از این هفته به هفته دیگه منتقل میکنیم. ایشون هم لطف کرد و قبول کرد. هفته آینده با آقای علیرضا نوری پور هستیم که ایشون قبلا هم مهمان برنامه بودن. درباره برجام چی فکر میکنید؟ هی میگن دور ششم شروع شد، دور نهم شروع شد، یه هفته رفتن مرخصی، من نمیدونم میان وین، بعد از وین میرن مرخصی ایران. شما که 40 نفر بلند میشین از ایران میاین اونجا، یا میرین مرخصی تو بازارهای وین توی فروشگاه ها و اینا. در صورت احیای برجام یا اینکه باید فاتحهشو بخونیم. ولی خود آمریکا هم خطر رو حس کرده، میگه ترامپ اشتباه کرد با این رفتن بیرون از برجام، ایران رو به سمت غنی کردن به اصطلاح اتم و اینا فرستاد و اونا خیلی نزدیکن. اینو شما داشته باش. ولی خداییش چند ساله من شما میشنفیم که اینا نزدیکن، اصلا فردا دیگه اتمو میزنن. این مرده که نتنیابو چپ و راست میمد اینجا، یه روز پرده مینداخت از روی چیزا، یه روز بمب اتم میکشید، بمب نارنجک اینجوری میکشید، هی میگفت فردا ایران بمبو میگیره و همه رو هم بمبارون میکنه.
چی شد پس؟ ولی تازگی گفتن که اگه این برجام احیا نشه، ایران توی فاصله یکی دو ماه آینده میرسه به اون چیزی که میخواد. ولی میخواد چی کار کنه؟ مثلا من دیدم یکی از این سپاه پاسداران گفته بود ما اگر برجام محرومیت چی میگه تحریما سانکشن از بین بره، ما میشیم بزرگترین فروشنده اسلحه. آقا اسلحه نمیخواد بفروشی، بیچاره برو چغندر و لبو و هندونه و برنج. امروز یکشون داشت راجع به برنج صحبت میکرد، میگه چی کار کنن مردم برن جو دم کنن بخورن به جای برنج؟ شما موندین تو، شما نتونستید بیان با خودتون صادق باشین بگین ما نمیتونیم. این آخونده رو یک کسی برای من بفرسه که میاد میگه آقا حضرت معصومه حالا اگر گنبدش خشت باشه ما بریم ادای احترام کنیم قبول نمیکنه، باید حتما طلاهای مردم رو برداریم بمانیم اون بالا. این خیلی قشنگ صحبت میکنه، ولی من فکر کنم اینم چرا حالا صداش نرومده، چون میگه نکنه فردا یه اتفاقی بیفته من بگم دیدید بابا من به اینا گفتم، حتی به اون آخوندان بگه، بگه من به شما گفتم ولی شما عمل نکردید این شد. اینم از این. و اما داستان کارتای بانکی و پول نقد از کاسب بیچاره در ایران. فکر کنم یه خانمی نوشته بود، این اسمای ایرانی هم که قربونش برم، هر کسی هر چیزی دلش میخواد مینویسه، تاتار نیتار نیتار تیتار. بذارید من ببینم میتونم اینو پیداش کنم که یه خانمی نوشته بود که رفته فروشگاه به کاسبه گفته که مثلا چی که خریده، گفته که کارتو بیشتر بکش باقیشو به من پول بده. اونم گفته ما دیگه این کارو انجام نمیدیم، قبلا این کارو انجام میدادیم الان دیگه این کارو انجام نمیدیم. برای اونایی که متوجه نمیشن توضیح میدم. و این خانم هم یا خانم یا آقا نوشته بود که نمیدونم کوفت تو سرت بخوره فلان، من اصلا اومدم خرید به خاطری که اون پولو بگیرم. ببین یه کمی بی‌انصافیه. توی آمریکا من وقتی اومدم اینجا، شما میرفتی فروشگاه، اون موقع بیشتر مردم چک میدادن، خب یه عده کردیت کارت داشتن. خیلی جا هم میگو ما قیمت کشمون نقدمون اینقدر، قیمت کردیت کارت اینقدر. دلیلش هم اینه که شما وقتی کردیت کارت میدی، اون کاسبه باید با اون بانک شما یه پول اضافه تر بده. یعنی شما اگه 100 دلار چی میخری، این کاسبه این کاغذ 100 دلاری رو که میفرسته بانک 95 دلار بهش میده. دیدید بعضی جا میگه ما امریکن اکسپرس رو قبول نمیکنیم، چون امریکن اکسپرس گرونترین هزینه رو میگیره از اینا، ولی یه جای دیگه از ویزا مسترکارت 1.5% 2%. حالا تا موقعی که چک بود، شما میرفت فروشگاه 27 دلار خرید میکردی، چک میدادی 100 دلار. اول اینکه چک تو آمریکا مثل نقد بود، قانونم بهت گفته بود اول باید پول تو حساب باشه بعدن چک می‌نویسی. اون خانم یا آقای فروشنده هم این چک از شما میگرفت، 100 دلار 27 دلار تومنش دلارش کم میکرد، 73 دلار هیچ هم ازت کم نمیکرد بهت میداد، برای که اون اینجا هزینه ای نمیداد. میرفت بانکی 100 دلار بهش میداد، خب 100 دلار هم میورد اینجا. ولی الان اولا شما وقت سیستم اینا اینجوری بود که نشون میداد 73 دلارش کشه، 27 دلارش خرید کرده، اون کاسبه روی 27 دلار به دولت مالیات میداد. الان سیستم ایرانی که من مطمئن نیستم که بتونه نقد و جدا کنه از این، اون بیچاره باید رو 100 تومن شما مالیات بده، بعدم رو 100 تومن شما به اون کارت یا به اون بانک، همین کارت ریدر و این چیزا که شما میگید کارت خان، اینا 2% 3% 5% 7% بستگی به بدبخت بیچاره، هر چی ضعیف‌تر باشه ازش بیشتر پول میگیره. بعد برای این نوشتم اینجوریه، به این سادگی که شما میگی نیست. گفت نه این مهم نیست. اون وقتا گفتم برای که اون وقتا نمیفهمیدن هیجان، بعضی وقتا ما ندونستن قانونها هیجان زدگی باعث میشه یه کارای انجام بدیم که بعد میفهمی ای دل غافل، من 50 دلار دادم به این آقا، حالا باید رو اونا مالیات بدم چون اینا شده درآمد من. در صورت اینم نوشت، عکسش هم گرفته بودم که بهتون نشون بدم. و این خانمم یا آقایم میگم اسمش تینارتین یو اس تو ایران، نه بله. خب حالا تا اونو پیدا میکنم، آقای چمنارا
یه ویدیوی درست کرده بود هفته پیش که ما هم نشون دادیم تو مردم تیوی روی فیسبوک و اینا هم گذاشتم، ماجرای دروغ سیاه و دروغ سفید رو میگه و اینکه بعضی وقتا یه کارایی میکنن، مثلا یه حرکتی که راه میفته یه حرکت دیگه درست میکنن، حرکتای موازی که هر کاری دلشون میخواد با اون انجام میدن، اینو به اصطلاح سرنگون میکنه و خواسته بودن که من و شما که نگاه میکنیم نظرمون رو در مورد این بگیم. آقای چمنارا هنوز فکر میکنه اون نوشته 14 نفر رو، این چیزی که ایشون گفته باید قانون اساسی عوض بشه، مردم ایران هم دنبالشه، مخصوصا جوونا. من فکر نمیکنم، من فکر کنم مردم ایران اصلا توی این چی میگن، توی این دنیایی که ما هستیم نیستن اونا. ما دنیای اونا رو نمیفهمیم، اونا هم نمیخوان و حقم دارن، چه دنیای من بفهم برای چی؟ میدونید یعنی تو دو تا دنیای مختلف داریم زندگی میکنیم. اینم از این فیلم آخوند و فرستادم روی مسنجر، ممنونتم، مرسی. دیگه از ترس و امید میترسم اسم اکبری رو بیارم. خب اینجا بیام، مرسی. اینو دوستان با هم ببینیم، امیدوارم یوتیوب و اینا هم یقمونو نگیره. یک لحظه دوستان، بهش سلام کن محبت، اجازه بدین تصویرشو براتون بذارم اینجا، کپچر سلیکت. آیت الله محمد رضا نکونام، واقعا چه اسم، اسم با مسما میگفتن، چه اسم برازندهی با این حرفی که میزنه، اسمش هم به این حرفه میاد. آقا خیلی ممنون، گوش بدیم با هم دوستان. اینجا اینجا میگه علی امام زین العابدین رو میدی بهش سلام کن محبت، اگر گنبد آقا امام حسین دیدی بهش تعظیم کن، اگر ذریح در رفته رو دیدی سجده کن، پول برستش اینا رو میگه. اما به این که یه همه فرسون گرفتار گرسنه بیچاره فقیر آبرودار، آقا این همه تلال چپوندی به یه که چی رسولم زریه امام، اما مگه اون زری چه اشکال داره که میخوای یه زری دیگه هم ببره. آفتاب لگن هفت است شوم و نهار هیچی، آقا اینا رو بده این مردم بیچاره مصرف کنن، هم صدای مردم در نیاد، هم یه خورده کمک دین، کمک نظام، کمک انقلاب، کمک مردم بشه، بگه آقا بابا لاقل به ما که یه گونی برنج دادن، حالا یه هفته هیچی نگی. اینو چه علف شنگی پا میکنه، اینا همش بیهوده ایم، اصلا اینا جایز نیست. یه فقیه ماهری نداریم که شهامت داشته بشه بگه اینا حرام، اینا همه یسدون عن سبیل الله، اینا راه خدا رو میبنده، حرام. آقا برای چی این طلا رو میمالی به این گنبدا؟ آقای بده مردم این چاره بخوره، حالا اگه ازت معصومه گنبدش خشتی باشه ما کمتر احترام میداریم، حالا بیشتر احترام میکنیم. برمیدارن آقا همه پولی جن انسا میمالن به گنبد یا زری ها چقدر اینا جرأت بکنه آدم میگه آقا اینا حرامه، معصیته، اینا یسدون عن سبیل الله. یه فقیری بیچاره که با هزار تومن میشه کارش را بندازی، شما آخه کی این کارا رو میکنه؟ استعمار این کارا رو میکنه؟ این همه بودجه مملکت که باید بره تو شکم فقرا و ضعفا، این همه جوانا دختر پسر گرفتار گرسنه، این کی این فتوا رو میده؟ این چیش ولایته؟ بیدینیه؟ این همه بودجه ما یه کشور گرفتار محصور، حالا اگه ما بعضمون خوب بود گفتیم جهنم، آقا مالو خودم هم نمیخوام بذارم برام بمالم به پشتبون امام حسین، حق نداری به مالی پشتبون امام حسین. این همه مردم مؤمنین فقرا ضعفا گرسنه گرفتار کمدار ندار بیچاره فقیر آبرودار جوون چقدر معصیت میکنن اینکه نمیتونن زن بگیرن، چقدر دختر رو برای اینکه جهاز نمیتونن فرم کنن شوهر نمیکنن، شوهرشون نمیدن، نادانن. آقای نوزارات و نوزارات رو بده به خود امام حسین. لذا ما سابق میگفتیم، سالیان پیش میگفتیم،
گفتیم جایز نیست تو این زریها پول ریختن، چون نظر حضرت معصومه کردی دمت گرد. بی بی که نیست که بهش بدن. آقا جون، بی بی جان اگه تو بودی چیکار میکردی؟ میدادی من از طرف شما میدم به فقیر. نظر اینطوری باید ادا کرد، نباید بریزیم تو این سوراخ سنبه ها. معلوم نیست چی میشه، چی میخوره، چی میبره. آقا امام رضا من نظرت کردم 1000 تومان، میخوام هم بدم. آه 1000، اگه خودت الان بودی چیکارش میکردی؟ میدادی به فقیر. من از طرف شما میدم به فقیر. جایز نیست اصلا پول ریختن تو این سوراخ سنبه ها، چون اینا همش مصرف های فانتزی الکی و گاهی هم استعماریه. مثل الان میگم علی امام زین العابدین رو میدی بهش سلام، چند بار میگه سوراخ سنبه ها. حالا اینم مثل محمد نوریزاد به اصطلاح بهش نرسیده سهمش، چون میگه یه کسی بیاد یه فقیهی وقت اسمش نوشته آیت الله، مگه این آیت الله ها نمیتونن خودشون به اصطلاح به اونایی که میشینن پای منبرشون به دیگران به همین از همین وسیله چیز استفاده کنه، اینترنت و اینها به مردم بگه؟ و چند تا از این آخوندا داریم. یکی یه جوانی بود که لباسش هم به اصطلاح خله لباس شد. یه نفر دیگه بود، آقای مشدی بود، با اون لحجه شیرینش خیلی داستانهای قشنگی تعریف میکرد و راجع به حاج آقا و اینا که حاجی نرو مکه، همین خرج عروسی و ازدواج دوتا جوون رو بده فلان و بسار و اینها. اینا چیه؟ چرا این صداها شروع شده ولی بلند نمیشه؟ خاموششون میکنن، با پول دهنشون میبندن. این داره از پول ریختن تو زری شکایت میکنه، ولی حاج آقا سالهان که این دستای صدقه تو همه جا گذاشتن. البته این صدقه ها خیلی از این محتاجا خودشون میرن میدزدن از تو خیاب. آقای زمانیان میگه چرا آقای موثقی نیستن این هفته؟ نیستن این هفته، با آرزوی سلامتی برای ایشان. خب ایشون کار میکنه بین آلمان و فرانسه، گویا رانندگی میکنه. بعد امروز حتما متوجه شدید من از آخر شب دیشب و امروز صبح نوشتم که آقای سجودی با ما خواهند بود، بعد نشد و به جاش برنامه یه فیلم مستند از آقای ادوارد ترمادو رو گذاشتیم، اون روی فیسبوک هست حتما ببینید. و یکی دیگه از حالا محاسن معایب اینه که چون این روزا هر کسی میتونه در هر ساعتی که وقت داره یا در هر زمانی که میتونه تماشا کنه، اینجوری نیست که همه بدون سر یه ساعت به خصوص برسن. اینجوری نیست مثل سال 1998 که هفته یه بار 4 ساعت برنامه ایرانی توی تلویزیون اینترنشنال بین المللی پخش بشه، همه برنامه های دید و بازدیدشون هم به هم بزنن بیان اونجا بشینن. الان میگه که آقا مخصوصا امروز بازی فوتبال آمریکایی هست، ممکنه آقای موثقی هم علاقه داشته باشه به تیم بازی‌های آمریکایی و اینا، نمیدونم. در صورت از ایشون من چیزی ننوشته یا پیامی چیزی نداشتم. خب اینجا باز من آقای امید خان نوشتم معلم‌ها هم مقصر هستن. بله گفته شما درسته، ولی خب یادتون باشه معلم‌ها تافته جدا بافته نبودن، از آسمون هم نیومده بودن، یک قسمتی یک قشری از مردم بودن. و همین آقای چمنارا حتما ویدیوشون رو نگاه کنید دوستان. آقای چمنارا دوست داره وقتی ویدیو میذاره مخصوصا اونایی که مخالفن به اصطلاح بنویسن، یا حالا از طریق تلفنی چیزی نمیدونم چجوری باشون، چون وبسایت و اینا هم دارن، باشون تماس بگیرید. در صورت میخوان که ریاکشن یا عکس العمل شما رو درباره این ویدیو خودشون بدونن. خب اینجا دیگه چیزی نداریم، چند تا عکس و اینا گذاشتم که ساعت 2:59 هست. بریم سراغ آقای نیساری و با ایشون باشیم. آقای نیساری، من تصویر ایشون رو بدم به سیستممون و بیام سراغ شما دوستان عزیز. یک لحظه با ما باشید تا با ایشون تماس بگیرم. رفتیم که بریم. آها خوبه، این صدای اینجوری که میاد یعنی وصلیم. آقای نیساری سلام، این ورا نگاه کن عزیزم.
آره به به، هم نور خوبه و صدا هم فکر کنم اگه خوب نباشه من بهتون میگم، ولی صدا هم خوبه همون. اوکی. آقای نیساری 24 بهمنه، 22 بهمن هم آمد و رفت، آمریکایی‌ها به مجاهدین، این مجاهدین حمله کرده بودن به آقای نیساری، میگفتن این وکیله نمیدونم فلانجا، میگه آقا اون موقع که اینا اینو میگفتن من اصلا بچه مدرسه ای بودم. اب نداره حرفای مجاهدین دوستان، اصلا دلخور نشین، چون دیگه بعد 50 سال عادت کردیم که اینا حرفای مزخرف بزنن و بهش هم استناد نکنیم، ولی حرفای خودمون آقای نیساری دیدیم که تا جنبش تبرزدی شد قابلمه زنی، حتی شما گفتید هم شما هم دیگران اینو قبلا بوده، حتی عکسای اومد که خانم فره و پسراش قابلمه زنی کردن یا ساختگی بوده، ولی واقعا خبری نشد، صدایی هم نیومد. چی میشه اینقدر هی ما جنبش های مختلف بگیم، هر کسی بیاد مثل اون تیمسار عقاب مال روحانی اینا، فکر نمیکنید دیگه مردم نام میشن، بی‌حس میشن، عکس العمل نشون نمیدن؟ من ساکت میشم، شما یه بررسی داشته باشید برای این سال روز، حالا بعضیا میگن انقلاب، بعضیا میگن شورش، هر چی که دوست دارید. شما این ایام رو چگونه دیدید و فکر میکنید که داریم به طرف کجا میریم؟ آیا امیدی هست در این تاریکی این تونل؟ نوری میبینید یا چی؟ بفرمایید. با درود بر شما و میهمانان گرامیتون، با درود بر استادانی که به من درس زندگی و آزادی آموختند، با درود بر همیهنان گرامی که این برنامه را تماشا میکنند، و مهمتر از همه و به ویژه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و روی آنها را از راه دور میبوسند. فرزاد نیساری هستم از ایر قشقایی، خدمتگزار و جانبسار ایران و ایرانی. ببینید دوستان، من پیش از این که صحبت اصلیم رو شروع کنم اینجا اعلام کنم که آخوند خوب آخوند مرده است، یعنی هیچ شکی داریم نکنیم، و از این مسئله که بگذاریم میرسیم بر سر مسئله ایران. مسئله ایران یک و انقلاب در درون ایران و همیت ملی یک مسئله بسیار ویژه است، به خاطر سوق جرشی بودن ایران، به خاطر منابع و منافعی که درش هست، به خاطر راه اون به آبهای آزاد که روسیه از یک طرف به اصطلاح در فشار میاره و دیگر کشور عربازت را از طرف دیگر، این منطقه منطقه بسیار مهمی است، و به همون نسبت هم سیاست در درون ایران یک سیاست بین المللی بسیار پیچیده است. اگر ما این مسئله رو از چشم دور بکنیم واقعیت امر رو درک نمی کنیم. صدای من که میاد؟ بله بله. بسیار عالی. ببینید انقلاب 1357، حالا هر نامی که بخوام روش بگذارم، و انقلابی که در شروط وقوع هست، هر نامی که میخوام روش بگذارم، بسته به اینه که کی بیاد به این رو بدزده و بره نیست. در حقیقت از انقلاب مشروطه هر جهشی که مردم ایران در درون ایران کردند که رژیم به اصطلاح من نمیگم استبدادی، بلکه میگم گماشته عصبی، که رژیم های گماشته عصبی من جمله این گماشته رو از سر راه بردارند، خودش یک انقلاب بوده، و حرکت بعدی و یا همون حرکتی که الان در شرق وقوع هم هست یک انقلاب خواهد بود، و این چاره ای نداریم ما مردم ایران جز که به این انقلاب ها ادامه بدیم تا رژیم های دستشان داره از سر راه برداریم. حالا مسئله بستر این هست که شما صحبت کردید راجع به آقای محمد نوریزاد و اینکه آخوند هم مشابه اون یه صحبتی میکنه، فردا هم یکی دیگه، اینا همه از یک پارچه هستن. این رژیم همانند رژیم شاه اواخر حکومتش که فهمید دستش جلوی مردم باز شده، در حقیقت غرب میدید که مردم ایران دیگه هیچ به اصطلاح اطمینانی به رژیم شاه ندارن، و علارغم اون جشن‌های چند صد هزار ساله و نمیدونم هر سال جشن تولد به اصطلاح حاج محمد رضا رو بگیر و جشن تولد حاج پسر رضا رو بگیر و مراسم گوناگون رو برپا کن و دانش آموزا و غیره رو به زور بیا سر خط سوار کن توی خیابون‌ها که ایشون جلوشون رژه بدن به دست خون بدن، اون مسائل گذاشته بود و دیگه مردم اطمینانی، هیچ کس اطمینانی به رژیم گذاشته نداشت و باید میرفت و زندگی اون سر آمده بود. زندگی این رژیم هم از همون آغاز جنگ و درگیریش با
به اصطلاح جنوب با ایل قشقایی و در غرب ایران با کردها و بعدها با بلوچا و دیگران هم که درگیری داشتند و ترکمن‌صحرا و غیره، همه اینها بیانگر این هست که این رژیم هم آبروش داشت میرفت و داره میره و رفته. و حالا پس از گذشت 43 سال فراموش نکنیم که از سال 1299 که کودتای حوت رضاقلی بزدل اتفاق افتاد تا 1357 اینها به طرق قدرت رو در دست داشتن. بحث من این نیست که این رژیم هم به قدرتش ادامه بده، همه بسته به این هست که مغز و به اصطلاح فکر و اندیشه مردم ما تا چه حد باز باشه و تا چه حد بتونه دشمن رو اونگونه که هست بشناسه، نه اونگونه که تعبیر میشه، نه اونگونه که مثلا آقای زجرآور میاد میگه یا امید نادان میاد میگه و نیروهای دیگری اعلام میکنن. ببینید، شناخت دوست از دشمن همونطور که در صفحه فیسبوک من هست و همواره هم گفتم، بدون شناخت دوست از دشمن ما راه چاره رو پیدا نخواهیم کرد. آقایانی مانند محمد نوریزاد و همین آخوندی که الان برنامش رو گذاشتید و آخوند قبلی که میگیم خلع لباس شده و کسانی مانند سازمان مجاهدین لشک بسر و حاج محمد رضا بسر حاج محمد رضا پالانی و سازمان های مشابه که تلاششون به دستور اجنبی، ببینید این مسئله بسیار مهم است، به دستور اجنبی، به دستور بیگانه، به دستور اونهایی که به اینها پول و مقام و موقعیت میدن، این هست که به هیچ وجه اسلام نباید از منطقه در منطقه شکست بخوره و به ویژه از مناطقی چون افغانستان و ایران اسلام نبایستی به دور ریخته بشه. اگر در یکی از این کشورها و به ویژه در ایران اسلام شکست بخوره، در حقیقت کل خاورمیانه که منبع نفت جهان هست به دست نیروهای مردمی میفته. من به شما قول میدم. بنابراین این مسئله به لحاظ جهانی برای کسانی که دستور بده این گماشتار هستند مسئله مهمی هست. حالا بحث این اجنبی ها و گماشتار هاشون این هست که به چه طریق و به چه ترتیبی بتونیم مردم ایران رو به اصطلاح خر کنیم، مثل ماها رو بیاد خر کنه و هنوز به سیستمش ادامه بده. این هست که نوریزادها رو جلو میبازه و همین الان اکنون خودش هم حتی و در درون کسانی که به اصطلاح جزء هیئت‌های به اصطلاح نگاه دارنده این رژیم هستند، صحبت بر سر این هست که یک جوری محتوای قانون اساسی، یک جوری محتوای این جمهوری رو عوض کنه و بگه خیلی خوب، اگر ما در مثلا 40 سال رو گذشته میکشتیم، حالا دیگه اوضاع جور شده، قدرت به دستمون افتاده و میتونیم و با به اصطلاح نیت بهتری با مردم برخورد کنیم. خیر، همچین چیزی نیست. این رژیم یک رژیم دست نشانده و گماشته است. کسانی که اطراف آب گلالود میکنن که مطمئن شن ماها به جایی نمیرسیم و مردم هنوز در فکر این هستن که آقا به مجاهد بپیوندن یا به حاج محمد رضا پالانی و پسرش بپیوندن یا نمیدونم به آقای محمد نوریزاد امثال هم بپیوندن. اگر یادتون باشه در رابطه با همین آقای محمد نوریزاد با اون 14 نفری که 13 نفری که دورش جمع شدن، من یک اعلامیه دادم به نام 14 معصوم آل بابا و اعلام کردم همون روز اول بسیار حمله شد از طرف نیروهای مردمی. چرا؟ برای اینکه نیروهای مردمی ما هنوز دوست و دشمن رو نشناختن، هنوز نمیدونن که حیوانی هست به نام آفتابگردان که در زیر درخت نشسته به رنگ درخت در میاد، در روی شن نشسته به روی رنگ شن و فلان در میاد و رنگ پوست عوض میکنه. و بنابراین مادامی که ما این مسئله رو درک نکنیم، بحث بستر این است که آقا به نظر شما بالاخره مجاهد میاد از محمد رضا، با اینها همه دست نشانده و دست چیده به اصطلاح اجنبی بسیار زرنگتر و بسیار پیشرفته تر از من شما هست. حالا بحث هایی بود در گذشته و خود شما بسیار عالی هم ادراک میکردید که آقا سازمان ها صبر میکنن تا اتفاق بیفته، بعد میان اعلام میکنن که آقا ما بودیم که این کار رو کردیم. بنابراین در رابطه با سازمان های گوناگون که ما بهشون میگیم مردخاری از به اصطلاح جنبش مردمی، ما سعی کردیم چند مسئله رو در بین مردم ریشه بیاندازیم. یکی از اون مسائل این بود، یک این شعار هست: بزن و دیده نشو، از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه، زندگی رو بایستی بر آخوند تنگ بکنه. بنابراین این دو تا سلاحی که ما اعلام کردیم رو هیچ کس اعلام نکرده. سازمان مجاهدین
شورشی های خودش رو داره و کارهای خودش رو میکنه با پولی که از اجنبی میگیره. به اصطلاح حاج محمد رضا پارانی و پسرش که در میان میگن که آقا نبایستی در ایران بنده شو بشه، نبایستی با بسیج و غیره در افتاد. محمد نیروزاده، نوریزاده و غیره اینها میگن که خامنه ای بایستی کنار بره. اما اساس کار و بنیه کار زدن اسلام هست. تا اسلام این مسئله نیست که شما در بیاد بگید که آقای نیساری شما جنگ مذهبی با مذهب مردم را انداختید. چه ما مردم ایران مادامی که اسلام رو در ایران کفن نکنیم و مادامی که زندگی رو بر هر آخوند و خانوادش تنگ نکنیم به جایی نمیرسیم. و من به شما قول میدم اون کسانی که در برابر اینها میرسند همون به اصطلاح داوودهایی هستند که با سنگ در مقابل اون قول به اصطلاح دشمن می ایستادن و پیروز هم می شدن. فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران در حقیقت کسانی هستن که این انقلاب رو به پیروزی خواهند رساند. در حقیقت این انقلابی که در راه هست و امیدوارم هر چیز زودتر به نتیجه برسه انقلاب قیام گرسنگان هست. یک زمانی قیام سرخ جامگان بود، سیاه جامگان بود، امروز شده انقلاب به اصطلاح قیام گرسنگان. حالا در تاریخ 120-150 سال گذشته در حقیقت وقتی نگاه میکنیم اگر ما از تاریخ گذشته درس نگیریم از چی میخواد درس بگیریم؟ کشوری که در مقابل ما هست، سرزمین ما، مردم ما، تاریخ ما، زبان ما، همه اینها رو وقتی در نظر بگیریم از 150 سال پیش تنها انقلابی در درونش که پیروز شد و تونست تغییر و تحول ایجاد کنه انقلاب مشروطه بود. این بار هم ما برای بار دوم با کمک اقوام و اتحادی که اقوام میتونن به وجود بیارن با یکدیگر، از بلوچ و قشقایی و ترکمن و به اصطلاح کرد و لور و بختیاری و دیگران که دور هم جمع بشن و این اتحاد رو ایجاد کنند و با کمک قیام گرسنگان انقلاب مشروطه دومی خواهیم کرد. و این انقلاب مشروطه دوم با تفاوت بسیار فاحشی هست. یک، این انقلاب در این انقلاب دوم از شاش خبری نیست، از آخوندک هم خبری نیست. ما هر دوی اینها رو بایستی بزنیم تا بتونیم به اصطلاح یک حکومت و یک سیستم مردمی در ایران ایجاد بکنیم که نمایندگان راستین مردم بتونن بیان و در رابطه با سرزمینشون تصمیم بگیرن. غیر از این تمام بحث این رژیم خودش میدونه که به انتها رسیده. همون گونه که شما نگاه کردید در انتخابات ریاست جمهوری غربی که هنوز هم ببینید چقدر وقیحان هست که بعضی از به اصطلاح مبارزین، بعضی از سازمان ها میگن که اینها 40% رای آوردن. چرا 40% رای آوردن؟ چون رژیم اعلام کرده که 40% رای آوردن. در صورتی که نگاهی که ما کردیم و در سرآمدی که ما به اصطلاح به دست آوردیم صحبت از 3% میکرد. شما این رو در همین روز گذشته در روز 23 بهمن وقتی نگاه میکردید در کوچه پس کوچه های مثلا شهر یک خانومی راه افتاده بود و فریاد میزد که نمیدونم زنده باد انقلاب به اصطلاح اسلامی و خمینی و غیره و غیره، یا یک عکسی فرستاده بودن از یک چینی که به تنهایی در یک خیابون راه میرفت، یا از تهران عکس گرفتن که ترافیک رو بند آوردن، ماشینا رو پشت سر هم بند آوردن که بگن اینها با هلیکوپتر هم عکس گرفتن که بگن اینها اومدن برای به اصطلاح روز 23 بهمن. در میدان آزادی هم همون شما خودتون خبرنگار هستید، شما خودتون به سیستم تلویزیون و به سیستم به اصطلاح ویدیو گرفتن بسیار وارد هستید. اگر شما تصویر رو از پایین و از بین جمعیت بگیرید به نظر میاد که جمعیت بسیار زیاد هست، ولی هرچی بالاتر برید وسعت و یا کمبودی جمعیت رو خواهید دید. بنابراین همین 22 بهمن نشون داد که اینها کارشون تمام هست. مسلما اینها به همین سادگی رهانه خواهند کرد و مسلما بدون زور اینها رهانه خواهند کرد. مسئله در این هست که اجنبی و همین گماشته ها گیر کردند که به چه صورتی مشابه 1357 ترفند دیگری بزنند و این بار انقلاب مردمی ایران رو از دوباره به کجراه ببرند و بدوزند. مسلما آنچه که در جلوی راه ما هست سازمان های مشخص شده هست که در 40 سال گذشته رنگ و لعاب خودشون رو کاملا نشون دادن. اینها نشون دادن که از چه قماشی هستن، وابسته به کی هستن، دستور به گیر از کی هستن. یکیش از عربستان سعودی پول میگیره، یکیش از عراق پول میگیره، یکیش از رفته توی دست به دامن آمریکا شده، یکیش دست به دامن روسیه شده.
مردم ایران هستیم، با هیچ اجنبی نشست نخواهیم داشت، کما اینکه سردمداران ما، ایلخان ما، به اصطلاح سرداران ما هرگز در مقابل اجنبی سر فرود نیاوردن. اگر در 150 سال گذشته نیرویی در مقابل اجنبی ایستاده و تونسته اجنبی رو شکست بده، حالا اگرچه خودش هم برنامه شکست خورده، تنها از اقوام درون ایران بوده و از شهر مهری خبری نبوده. شما نگاه کنید در به اصطلاح جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، حتی هم زمانی که رضا قلدر بزدل ادعا میکرد که به اصطلاح ارتش نوین رو ایجاد کرده، در عرض 3 ساعت تسلیم شد و تمام به اصطلاح ارتش رو منحل کرد. اما مرزداران ایران که افغان باشند، مبارزین واقعی ایران که افغان باشند، به خاطر شکستی که اینها به اونها داده بود و سلاح ازشون گرفته بود، کار از دستشون برنمی‌آمد. این بار ما میتونیم با قیام گرسنگان، با به اصطلاح فرزندان ایرانی که میبینن حق و حقوقشون رو در 42 سال گذشته چجوری خوردن، این بار حق خودمون رو بگیریم. ولی یک مسئله هنوز اینجا ثابت هست آقای سرمی، هیچ شکی هم من در این ندارم، این مسئله توازن قوا هست. اگر قوای ما مردم و هوش ما مردم بر هوش اجنبی و سیاست اجنبی و گماشته های اون چربید، ما پیروز میشیم. مسئله به همین سادگی است، یک مبارزه شطرنج هست. اگر برعکس اجنبی با قدرت پولی که داره، با سازمان هایی همچون سلطنت طلبه ها، با سازمان هایی همچون چریک های مجاهد لچک به سر، با کسانی مثل توده ای ها و چریک های فدایی به اصطلاح خائن با آمال آرزوهای مردم، و با کسانی مثل محمد موریزاد و خائن هایی در خودفروش هایی در اون ایران بتونن بر مردم غلبه کنن، بدون شک این بار هم همانند 1357 عکس کس دیگری رو در کره مارس و مریخ و جاهای دیگه پیدا میکنن و به خورد ما مردم ایران میدن. متاسفانه زنجیر بسیار محکمی بر پاهای ما بسته شده به نام اسلام. اگر این زنجیر رو پاره کنیم، از دست و پای خودمون آزاد کنیم، بچه های ما، فرزندان ما میتونن و شایستگی این رو دارن که در کنار دکلهای نفت با پای قطعی راه نرن و با لباس و با آموزش و پرورش درست به اصطلاح زندگی خوبی رو برای خودشون فراهم کنن. زنده و پیروز، در خدمت هستم. ممنونم. خب ما هم با شما موافقیم که باید این دستبند و نمیدونم پابند رو باز کرد. الان آقای اکبری که همشهری من و شماست از آلمان نوشته آقای نیساری، کفن کردن اسلام در ایران همچنین آسان هم نیست، به خاطر یک کنایه به اسلام خواهر من الان 6 ماه است رابطهش را با من قطع کرده. ایشان یک بانوی آکادمیک هم هست. تکلیف ما با اینها چیه؟ یعنی ببینید اون چیزی رو که شما میگید دیگران هم قبول دارن، باور دارن، فقط یه سؤاله چجوری؟ این ماجرایی که شما میگید با سنگ بزنیم، نمیدونم این قول یک چشم و نمیدونم قول جنایتکار، همه قبول دارن، ولی کی سنگ؟ اون داستانی بود که میگفت یک زنگوله میبندیم به گردن این گربه که وقتی بیاد ما بفهمیم، بعد همه به این نتیجه رسیدن که چه کسی میخواد این زنگوله رو به گردن این گربه ببنده، پیدا نشد. حالا شما در پاسخ آقای اکبری که میگه آقا به این آسونی هم نیست، حتی خانواده ها، حتی اونایی که آکادمیک هستن، درس خوندن، تحصیل کرده هستن، اینا هم هنوز تو رگ و خون و پوست و استخونشون هست، اینا رو چجوری میشه درست کرد؟ اون چیزی که من باور دارم قدم به قدم، یا اون چیزی که من باور دارم اون جنبش های ریشه‌ای هست که من متاسفانه ندیدم. شما ببینید مثلا اوباما پیروز شد، ازش پرسیدن چجوری؟ گفت من از کامیونیتی ارگانیزیشن و فلان اینا شروع کردم، خونه به خونه میرفتم چیز میکردم. ولی شما الان نگاه کنید تو کلاب هاوس 4 تا گروه میان با هم دعواشون میشه دیگه. آقای زمانی میگه باید کلانتری بیارن تا اینا رو از هم جدا کنن، یعنی همشون مخالف آخوندن ولی با هم دعواشون میشه. حالا این سوال آقای اکبری شما پاسخ بدید، چگونه اسلام رو کفن کنیم؟ چگونه این دستبند و پابند خرافات رو از دست و پای ملت باز کنیم؟ ببینید، صحبت آقای اکبری بسیار درست است و من در یک پیغامی هم که برای شما فرستادم این مسئله رو اعلام کردم که از ایل خود ما یک خانم دکتری به اصطلاح پاپیچ من شده بودن که
شما یک خان نیستید، دوم قشقایی نیستید، اگر بودید به اصطلاح به اسلام و قوانین اسلامی اهانت نمی کردید و در میان قشقایی ها بسیاری مجاهد هستند، در میانشون بسیاری نمیدونم مسلمان شیعه هستند. بله این آثاری هست. ما هم مثلا قدم به قدم هست. ببینید سر مار اسلام در درون ایران، سر مار اسلام در درون ایران دست اجنبی هست و اجنبی نوکرش که این آخوندها باشند رو در بویژه در 20 سال گذشته از زمانی که هندوستان رو فتح کرد در حقیقت از دست نادرشاه در آورد بود و به اصطلاح اون زمین ها و ملک هایی رو که اوقاف به اصطلاح اسلام در هندوستان داشت به چنگ آورد و سیستم رو درک کرد، از اون زمان این آخوندها در دست اجنبی به اصطلاح مهره های اجنبی شدن. ما بایستی اول این سر رو بزنیم. 43 سال این حکومت این رژیم مسلما مشخص کرده، حتی برای خواهر دوست ما مشخص کرده که این رژیم ها بایستی برن. با پوزش شخص من این کندکتران رو روشن کنم و این مسئله بنابراین قابل انکار نیست که ما در بینیم که مردم هنوز خواهان این هستند که این آخوندها بر سر قدرت بمونن و ایران رو به اصطلاح تحت حکومت اسلامی در بیارن. بنابراین همونجور که شما گفتید پله پله، هدف اصلی این هست که ما یک به اصطلاح حکومتی سیستمی رو جایگزین کنیم که درش دین از به اصطلاح سیاست جداست. نه تنها دین از سیاست جداست، بلکه ما آخوندها رو خلع لباس کنیم و با خلع لباس کردن اونها هر کسی مردم ایران مطابق مردم هر کشور دیگر دنیا آزاد هستن، هر مذهب و اندیشه‌ای که میخوان داشته باشن داشته باشن. ولی بحث من این هست، همون جوری که مادر من پیر من میتونه به مذهب اسلامش بچسبه و خواهر دوست ما میتونه به مذهب اسلامش بچسبه، در حقیقت ما هم در یک سیستم آزاد آینده ایران میتونیم بگیم که تا اسلام کفن نشود ایران مملکت ما وطن نشود و آهسته آهسته اول با گرفتن قدرت از دست اسلام آهسته آهسته این جرثومه کثیف 1400 ساله رو که به خاطر واپسگراییش میگم، وگرنه من مسئله شخصی که با کسی ندارم که در بیان بگم که آقا چون مسئله شخصی با اسلام دارم میخوام این اسلام نباشه، خیر، در قاموس این مذهب آقای دوست ما اکبری بایستی به خواهرش توضیح بده که خواهر عزیز من شما نصف بیضه یک مرد هم نیستی و در اساس در اصل کتاب قرآن شما نصف مرد حساب میشید. حالا امکان داره که ایشون مشابه مادر من در ورده گازم صحبت خدا هست و هرچی که گفت، ولی من به شما قول میدم غیر ممکن هست که خواهر ایشون در ورده گاز علارغم همه اینها من میخوام که آیت الله خامنه‌ای و دار دستش هنوز مملکت ما رو بچاپن و بدزدن و ببرن. ولی تقریبا عکس این هم صادق است، در بسیار از موارد امکان داره، اقلیت بسیار کمی کما اینکه انتخابات آقای به اصطلاح ششکل پنج کلاس سواد رئیسی نشون داد و همین 22 بهمن هم نشون داد که مردم خواهان این رژیم نیستن. بنابراین ما از سر شروع میکنیم و میزنیم تا به دوم برسیم. بایستی دست و پای به اصطلاح با پسگرایی این رژیم رو که زن رو به اصطلاح نیمه مرد حساب میکنه اینها رو از بین ببریم یواش یواش و من قولتون میدم با یک آموزش و پرورش درست و صحیح مردم ایران مسلما مطابق مردم بقیه دنیا به این اندازه شعور دارن که به مرور زمان اون رو هم کنار بگذارن. بنابراین بحث ما این هست، ولی این حقیقت رو تغییر نمیده که تا اسلام کفن نشود این وطن وطن نشود. حالا مسئله دیگر این است که بله ما همه این مسائل رو میدونیم و اون زنگوله رو کی بایستی گردن گربه بندازه. اتفاقا من میخوام این شما رو به شهادت بگیرم در رابطه با این مسئله که ما این زنگوله رو گردن گربه انداختیم، ولی من فقط اینجا در این بحث به خاطری که از دوباره حالت گلالود کردن آب در این مبارزه توسط سلطنت طلبه ها مجاهدان لچک به سر و اسلام پناهان مخالف گوناگون نیفته، در اینجا به همین مسئله بسنده می کنم. شعار از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه و بزن و دیده نشو و اینکه این رژیم بدون زور به برکنار نخواهد شد، این شعار جنبش ایران بانان هست و هست.
وقتی که از این جنبش دفاع میکنه و این شعار شعار هیچ کس دیگری نیست. بایستی حالا صبر کنیم و ببینیم که این چند شعاری که من به شما گفتم در عمل چگونه خودش رو به مرور زمان نشون میده. مسئله مهم و مسئله مهم و جایگاه اصطلاح قیام گرسنگان در میان مردم این است: باید زندگی را بر آخوند و خانواده آخوند و هر کسی که از این سیستم دفاع میکنه تنگ کرد و نباید فراموش کرد. متاسفانه اسکایپ ایشون قطع شد. اجازه بدین که من دوباره تماس بگیرم و اینجا به این صدا خوبی نیست. این یعنی اسکایپ قطع. اینجا می‌نویسه که فرزاد isn't online، یعنی آقای نیساری آنلاین نیست. حالا بنده خدا احتمالا آنلاین هست ولی اینترنت اشکال داره. خب دوستان، لب کلام این بود که تا اسلام کفن نشود این وطن وطن نشود. آخوندها هم باید خلع لباس بشن و برن، ولی یه نگاهی بندازید به رنسانس اروپا و ببینید که همین الان که شما راه میرید تو اروپا یه چرچ این وره یه چرچ اون وره، تازه حالا که دیگه رو اینترنت هم دیگه احتیاج به ساختمون و اینها ندارن، اونجا باز میتونن هر جوری دلشون بخواد از مردم استفاده یا سوء استفاده کنن. ولی این ویدیویی که آقای نیساری گفت خیلی جالب بود. یک آدم چینیز یا یک فرد چینی به تنهایی راه افتاده و یه نفرم ازش فیلم گرفته، اونم اگه کسی لطف کنه و بذاره روی فیسبوک ممنون میشم ازش. آقای زمانیان میگه در ایران نه زن مرد اشتباهه، در ایران مرد نوکر زنه، قدرت دست زنه. ولی نه آقای زمانیان، تو دادگاهایی که ما میبینیم، توی فیلمایی که خود ایران ساخته، خود آخوندها هم به اصطلاح اجازه پخشش دادن، میبینیم که تو دادگاهاشون تقسیم پول و اینا، مسئله قصاصا که میاد، اون آقای میگه من دو برابر شما رأی دارم پس آزاد بشه، اون دوتا خواهره میگن ما نمیخوایم قصاص. اینا رو نشون میدن، البته ناگفته نمانه دوستان. هدف دولت اینه که اگه یه دقت بیشتری کنید تو فیلمای ایرانی، این دوتا زن داشتن و سه تا زن داشتن و یه زن اصلی داشتن و چهار تا دوست دختر داشتن و فلان اینا رو هم دارن اونجا رایج میکنن. تو فیلم ها اصلا خیلی معمولی شده صحبت هایی که میشه، بعد خود این زنه براش یه زن دیگه پیدا کنه، بچه دار نمیشه حالا از ترسی که ولش نکنه. البته نگفته نماند، در زمان شاه ما داشتیم، حتی فامیلی داشتیم که ازدواج کرده بوده، یه خانمش به اصطلاح بچه دار نمیشد، خود اون خانمه رفته بود یکی از فامیلاشو برای این گرفته بود که بعدم اون 7 بچه آورد و این دوتا توی خونه زندگی میکردن. یک کمی هم مثل جوک بود برای فامیل، ولی از طرفی هم نمونه بودن. اینا دوتا زن توی خونه زندگی میکردن. مثلا ما که جوان بودیم میخندیدیم، مسخره میکردیم، میگفتیم حالا حاج آقا وسط میخوابه، اینا این ور اون ور میخوابن، یا اینا میچرخن، از این مسخره بازی ها. بگذاریم. هنوز میگه آقای فرزاد isn't online، دیگه وقتی هم باقی نمونده، بریم سراغ آقای مهدی مهران نژاد و امیدوار باشیم که امروز به اصطلاح ایشون با دوربین و با میکروفون جدید و اینها یک ارتباط بهتری بتونیم برقرار کنیم. من 20 تا سوال 27 تا سوال داشتم توی 2 دفعه یا 3 دفعه که با ایشون صحبت کردیم، 8 تاش پرسیده شده، سوال شده و ایشون جواب داده. تماس میگیریم با آقای مهدی مهران نژاد. شما با این دوستان هم روی فیسبوک خودشون میتونید با خودشون تماس بگیرید. تنها خواهشی که من دارم اینه که خیلی محترمانه با هم دیگه صحبت کنید. و میدونم بعضیاتون میگید که مثلا آقای نیساری به پهلوی میگه پالانی،
اینا میگن بابا اصلا همچین چیزی هست. خود من به رضا پهلوی میگم پلوی، برای که خب اینا این فامیل رو از یکی دیگه دزدیدن، اینا فامیلشون چیز دیگه بوده، رضا میرپنج بوده و فلان. بعد از طرفی مگه نمیگیم مردم ایران فامیل نداشتن تا روزی که آقا رضا شاه اومد شناسنامه؟ میدونید دروغه، این حرفا گفتنی نیست، بعد از اون یعنی مستند نیست. بریم سراغ آقای مهدی مهران نژاد. این صدا خوبه. تصویر خودم رو بدم به میکروفون، بدم به سیستم، تا از اون برم آقای مهران نژاد جواب بده. به به، خوب شد، همه چیز عالی. فقط اجازه من تصویر شما رو بدم به کامپیوتر خودمون اینجا و به دوستان گفتم آقای مهران نژاد که ما اون قسمتی رو که شما شعری که گفته بودید رو خوندید، اون رو توی یوتیوب گذاشتیم جدا، میتونن تو قسمت ویدیوها نگاه کنن. لینکش رو هم من حالا وقتی شما صحبت میکنید اینجا میذارم. سوالا رو به دوستان گفتم، ما 27 تا سوال تهیه کرده بودیم، فعلا 8 تاشو جواب دادیم. آخرینش هم همون بود که هفته پیش از شما پرسیدیم که شما میگید دین اسلام و خط و زبان عربی بر ایرانیان تحمیل نشد و میگید قبل از اسلام هم کتابی نداشتیم و اینها. پس میفرمایید که ایران با آن عظمت پیش از اسلام هیچ تمدنی نداشت. اگه میخواین یه مقدار کوتاه راجع به اون صحبت کنید تا بیایم، چون سوال بعدی هم یه جوری مربوط میشه به همین که با این ترتیبی که شما میگید، پس نباید نارضایتی و کینه توزی و دشمنی با اسلام در بین ایرانیان وجود داشته باشه. پس منشأ و ریشه این عرب ستیزی و اسلام ستیزی در بین ایرانیان چیست و کجاست؟ حتما دیدید که قبل از شما آقای نیساری میگه تا اسلام کفن نشود این وطن وطن نشود، تا آخوندها خل لباس نشن مردم آزاد نمیشن. و نظر خودتون رو هم در این مورد، حتی در رابطه با سال روز 43 سالگرد انقلاب، لطف کنید برای ما بگید. خیلی خوشحالم که ارتباط برقرار شد. بفرمایید. اول آقای استوری اجازه بفرمایید عرض ادب بکنم. سلام خدمت حضرت عالی، بینندگان، شنوندگان و مخاطبان برنامه‌تون عرض کنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون که هفته پیش مثل این که بله این سوال رو فرمودید و من هم یه جوابی دادم و حتی شما سوال فرمودید که پس مشکل کجاست، و عرض کردم خدمتتون مشکل اینه که خیلی ها پیش زمینه های غلط دادن و این پیش زمینه های نادرست باعث میشه که خب حقایق رو نتونم بفهمم. در مورد این که میفرمایید قبل از من مهمون دیگه ای داشتید و مطالبی سوال، نه من برنامه شما رو نگاه نمی کردم، از غذا امروز بیرون خیلی کار داشتم و با عجله خودم رو رسوندم، نمیدونم که مهمون شما چه مطالبی، ولی خب من سرگوشم پره از این صحبت های بسیار بسیار غلط که آخوندها کفن بشن، آخوندها رو به درخت آویزون بکنن. ببینید وقتی که یک گروه از مردم رو جدا میکنن، مثل اینکه بگیم شوفر تاکسی ها رو همه رو سرمنیست بکنیم، یا مهندس ها رو نمیدونم سرشون رو زیر آب بکنیم، یا دکترا رو نمیدونم فلان کنیم، یا نجارا. ببینید تمام اینا مردم هست و توی تمام اینا خوب هست بد هم هست. اگر ما یک نکته خیلی ساده رو متوجه نشیم، به قول اون دوستمون که میگه آقا کارمون خیلی خرابه، میشناسیم شما اون بله همینجا نشسته بله بله، واقعا اگر ما این نکته خیلی صاف و ساده رو نفهمیم کارمون خیلی خرابه. و خب حالا فرض کنیم مثلا بیاریم اینا رو کفن کنیم و به درخت آویزون کنیم و حلق آویز کنیم و نمچه کنیم و فلان کنیم. خب بابا این کاری که ما چند بار کردیم، یه بار که 43 سال پیش کردیم، یه بار که نمیدونم انقلاب مشروطیت کردیم، هر روز که نمیشه که اینجوری مردم رو حلق آویز کرد و هر روز که نمیشه انقلاب کرد و کودتا کرد. باید بریم درس بیاموزیم، ببینیم یه خودمونه که باید ما رشد بکنیم، بزرگ بشیم. روحانیونمون خطا میکنن، باید یاد بگیرن که به راه راست هدایت بشن. مردم ارشاد میکنن، خودشون ارشاد میکنن، بسیار خوب ما اونا رو ارشاد بکنیم از طریق
برادری، دوستی، آگاهی دادن، من فکر میکنم راه زندگی اینه. تنها چیزی که من به انقلاب افتخار میکنم و خیلی هم افتخار میکنم و همیشه هم گفتم، همه عمرم هم خواهم گفت، که انقلاب اسلامی ایران در تمام طول تاریخ یک سر و گردن از بزرگترین انقلاب های جهان، انقلاب بلشویکی در روسیه، انقلاب کبیر فرانسه، از همه اینا یه سر و گردن بلندتره، به اقرار و اعتراف تمام مورخین و تحلیلگران. این اصلا جای بحث نداره. خب ما باید به این افتخار بکنیم، ببینیم منشأش چیه، ریشش چیه. اتفاقا منشأ و ریشش همین تشیعیه که آقایون ناآگاه میخوان براندازیش بکنن، میخوان کفنش بکنن، میخوان به درخت آبش بنوشه. این خیلی گمراهیه و این گمراهی ها از کجا میاد؟ حالا اون سوالی که شما فرمودید که منشأ این مشکلات چیه، این اسلام ستیزی، عرب ستیزی از کجا میاد؟ من یه بار دیگه هم این کتاب جلد سوم صفحه شناسی ملک و شعرهای بهار رو نشونتون دادم، چون این نکته، این یه جمله، یه کلمه خیلی مهمه، دوباره میخونم. یکی از نویسندگان معاصر، یعنی مال بیش از یک قرن پیش، میرزا آقاخان کرمانی، ایشون شد داماد میرزا یحیی صبح ازل. میرزا یحیی صبح ازل برادر میرزا حسین علی بهاءالله است و هر دوی اینا شاگردا و پیروان سید علی محمد باب هستن. خب ایشون ملک‌الشعرای بهار میگه، میگه فکر ضد عرب در ایران از او نشأت کرد. ملاحظه فرمودید؟ خیلی راحت فکر ضد عرب در ایران. متاسفانه خیلی ها خیال میکنن که فکر ضد عرب 1400 ساله در ایران وجود داره. نه، ایرانی یا هر ملیتی با دشمن، با مهاجم، مخالف باش مبارزه میکنه، قبول، اون حسابش کاملا سواست از دین و مذهب ایرانی ها. ایرانی ها با 1400 سال با اسلام مبارزه نکردن. این مبارزه ضدیت با عرب، عرب ستیزی با دشمن مهاجم فرق داره. این نکته ها، این مسئله نژاد پرستی، نژاد ستیزیه که از این زمان شروع شده، میشه 150-60 سال پیش. خب و چجوری میشه که مردم پیرو این میشن؟ اتفاقا ملک الشعرا اینجا اضافه میکنه، میگه کتاب هایی که دوتا مقالات خطابی، یه چندی منصوب به اوست به نام صد خطابه و دیگری سه مکتوب که مفاد اینها احساسی است نه علمی، از این رو نزد عقلا و اهل علم مقداری ندارد، اما قلمش بسیار قادر و توانا و گیرا و شیرین است. ملاحظه فرمودید؟ کسی که خب با شیرین زبانی، با شیرین قلمی، چرا سعدی اینقدر شعرش معروفه؟ برای اینکه خودش میدونه شیرین بیان و شیرین زبانه، به طوری که میگه خان درویش به شیرینی و چربی بخورند، سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی. مردم، عوام، متاسفانه تحت تأثیر این شیرین زبانی ها، گفتارهای به ظاهر قشنگ قرار میگیرن و گمراه میشن و این اوضاعی پیش میاد که ما داریم. عرضم به حضورتون که اینی که من همیشه تأکید میکنم، برگردیم به سوال شما که ما چی داشتیم، کتاب داشتیم یا نه، چرا همیشه میگم تاریخ، تمدن، فرهنگ، این سه تا کلمه رو، تاریخ که میشه همه دنیا تاریخ دارن، تاریخ یعنی گذشته، فرهنگ هم همه دارن، حتی مردم اجداد ما قارنشینان هم فرهنگ قارنشینی داشتن. تمدن هم یعنی شهرنشینی، یعنی از زمانی که انسان ها از غار و ده اومدن به شهر شدن شهرنشین، شهرنشینی و تمدن داشتن. خب اینا رو ایرانیان قدیم هم داشتن. تنها چیزی که من میگم ما نداشتیم این کتاب های موهومیه که عرب ستیزان، اسلام ستیزان، شیعه ستیزان که در نهایت میشه ایران ستیزان ادعا میکنن، خیلی این چیزا نبوده. البته ما علم و دانش منکر نیستم داشتیم، از غذا یکی از
اساتید محترم استاد دانشگاه صنعتی برلن به نام جناب آقای دکتر ناصر کنعانی تحقیقاتی کردند بر اساس تحقیقات حدود یک قرن پیش آلمانی ها در اطراف بغداد و ایشون چیزی کشف کردن به نام پیل الکتریکی که در زمان اشکانیان ایرانیان پیل الکتریکی ساخته بودن، همون باتری، باتری یا باتری اشکانی، احسن باتری اشکانی یا پیل الکتریکی، پیل بغدادی هم بهش میگن. این رو عرض کردم جناب دکتر ناصر کنعانی استاد دانشگاه صنعتی برلن. من منکر این صحبت ها نیستم، چرا علمی داشتیم، یه چیزایی داشتیم، تمدن داشتیم، جهانگشایی داشتیم، اما به واسطه سیستم طبقاتی که در جامعه ایران خود فرما بوده، این سیستم اجازه رشد و نمو علم و دانش رو نمیداده، در صورتی که کاملا برعکس، ما بعد از اسلام هرچی دانشمند داریم، هرچی نویسنده داریم، هرچی مورخ، شاعر، عارف داریم، اینا رو ما همه رو مدیون اسلام هستیم. سعدی که خودش اصلا آخوند بوده میگه که تو یکی از غزلات معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت، همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این از سعدی. ما به حافظ افتخار میکنیم که میفرماید صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. خب ما بیاییم وقت اینا رو بی احترام بکنیم، حافظ رو بی احترام کنیم، سعدی رو بی احترام بکنیم، مثل سید احمد کسروی کتابای سعدی حافظ رو بسوزونیم، این کار درستیه؟ متاسفانه این رو عرض کنم، کسروی دانشمند بود، شجاع هم بود، حتی میشه گفت وطن پرست هم بود، ولی به قول علی دشتی به راه کج افتاده بود، یعنی قوه دماغیش اجازه استطاعت آن را نداشت. کلماتی که به کار برده میگه که قوه دماغی او استطاعت این را نداشت که همه جوانب کار رو در نظر بگیره، و خب بیراه افتاده. بسیار ممنونم. شما توی فصل هفتم کتابتون، اصلا میشه بگیم اون فصل رو اختصاص دادیم به تشیع در ایران، اگه لطف کنید بفهمید که تشیع در ایران با تشیع در دیگر جای دنیا چه تفاوتی داره، ممنون میشه. بله، عرضم به حضورت که تشیع، خدمتون عرض کردم که فرهنگ ما ایرانی هست، بنابراین اگر فرهنگ یک مملکتی هست، خواهی نخواهی هر مملکتی فرهنگ خودش رو داره. مطمئنن تشیعی که در ایران هست متفاوته با تشیعی که در عراق هست یا لبنان هست یا جاهای دیگه، به طور کلی این هست. اما در مجموع یک نکته رو که من چند جای مختلف برخوردم و از قضا حتی استناد میکنم به کتاب خاطرات اسدالله علم، چند بار، یک بار هم نه، چند جای کتاب میگه که به شاه میگه که اعلی حضرت ها، این چند ده یا چند صد میلیون شیعه‌ای که اطراف ایران زندگی میکنن، اینا همه شما رو شاه خودشون هم میدونن. این نکته خیلی مهمیه و درستم هست. به عبارت دیگر رهبر ایران هر کی میخواد باشه، میخواد شاه باشه، میخواد آقای خامنه ای باشه، رهبر ایران ظاهرا رهبر شیعیان جهانه. به این ترتیبی که ما میبینیم که مثلا در لبنان، در یمن، تا حدودی سوریه، عراق، اینا همه پیروان ایران رو پایتخت تشیع میدونن. اینه که سوال شما رو من اینطوری جواب میدم. بسیار ممنونم. البته شما راجع به کسروی هم صحبت کردیم، ما اینجا یه دو تا سوال داریم، ولی میخوام اینجوری به ترتیب پیش برم. تو فصل هشتم نگاهی به کتاب شیخ صفی و تبار اون میندازی که اونطور برمیاد که فصلهای این کتاب جدا جداست،
ضمن این که هر فصل یک کتاب جداگانه، ولی مطلب همه به هم دیگه برمیگرده و ربط داره. اگر شما این مطالب رو به هم مربوط کردید و توی فصل هشتم به کتاب شیخ صفی و تبارش پرداخته اید، لطف کنید یه مقداری به طور خلاصه در این مورد توضیح بدید. ضمناً من به دوستان یادآوری میکنم که ما درباره کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران با آقای مهدی مهران نژاد صحبت میکنیم در طی برنامه. صفحه فیسبوک شما رو هم نشون میدم، دوستان اگه خواستن با خود شما مستقیما تماس بگیرن. بفرمایید یه مقداری راجع به اون کتاب و شیخ صفی صحبت کنم. عرض کنم، بازم اجازه بدین چند کلمه در مورد خود تشیع عرض بکنم. یکی از شخصیت‌های تاریخی که ما بهش خیلی میبالیم و افتخار میکنیم یعقوب لیث صفاره. و یعقوب لیث در کتاب تاریخ سیستان که ملک الشعرای بهار تصحیح کرده و نویسندش هم از قضا معلوم نیست، خیلی کتاب قدیمیه، از نثرش پیداست که خیلی قدیمیه، حتی پیش از فردوسی هست و ملک الشعرای کتابی ملک الشعرای بهار این کتاب رو تصحیح کرده. در اونجا اومده که نشون میده کاملا که یعقوب لیث صفار یه شیعه خیلی متعصبی هم هست، به طوری که مثلا در یه داستان میگه که دوتا از سربازا با هم دعوای اعتراضی داشتن، یک گفتش که به عثمان بی احترامی کرده بود و یعقوب فکر کرد که عثمان یکی از فرماندهان سپاهش رو داره میگه و اون سرباز رو خواست که توهین کرده. بعدا این گفت نه، منظور اون عثمان نیست، منظور عثمان خلیفه سومه. و یعقوب لیث میگه که نه، ما با اون عثمان کاری نداریم، پس هیچی، برو. این نشون میده که کاملا شیعه بوده و تعهدی هم داشته. همینطور برادر کوچکترش عمرو لیث، باز دوباره تو همون کتاب یه جا اومده که یه روز داشته لشکریان رو سان میدیده و خیلی تأسف میخوره، میگه ای کاش من روز عاشورا حضور داشتم و از امام حسین دفاع میکردم. من اینا رو آقای سوربی از منظر دین و مذهب عرض نمی کنم، هرچی میگم فرهنگی، فرهنگ خودمون ما ایرانیان رو دارم شرح میدم، به خاطر اینکه میبینم متاسفانه روحانیون خوب عمل نکردن به دلیل مهمی که آگاهی های تاریخشون خوب نیست و در دین و مذهب غرق شدن. مردم هم حال و حوصله که برن تاریخ رو بخونن ندارن، فقط گیج میخورن که چطور شده که انقلاب اسمش از اسلامی، اصلا اسلامی نبوده. خیر، اتفاقا بوده و خودش حضرت عالی هم تو یکی از برنامه‌هات واقعا ذکر کردید، بردید به 15 خرداد سال 1342 و از مرحوم خلیل سوربی یادی کردید. بله، که اگر میخواید این رو تکرار بفرمایید من ادامه میدم. خلیل سوربی پسر خواهر آیت الله دستغیب بود که پدرش عزیز سوربی بود و همون روز 15 خرداد 42 من یادم، من کلاس اول بودم وقتی فهمیدن که به اصطلاح اون کشته شده. خیلی از فامیلا هم اومدن خونه ما، فکر کردم داداش من کشته شده و بعد این معروف بود که جنازه‌شو گذاشتن رو در مسجد نو. و اینو که من گفتم اینجا شما یادت هست یه نفر بود که همیشه این میگو خمینی رو هیچ کس نمیشناخت، یه شبه اومد و اینا، گفتم تنها کس که نمیشناخت تو بودی. و خمینی و همین آقای رفسنجانی و اینا آموزشا دیدن، رفته بودن این ور اون ور به اصطلاح فعالیت کرده بودن، کتاب ها نوشته بودن، کتاب ها خونده بودن و همون گراس رود یا جنبش های ریشه ای رو عمل کرده بودن. اینجوری نبود که یه دفعه 22 بهمن یه نفر سوار هواپیما بشه بیاد. یا دیدم پریروز چون با سالگرد انقلاب هست یه نفر با آب و تاب توضیح میداد که خمینی چون زیرک بود برای که هواپیماشون نزنن گفت که مثلا 30 نفر ایرانی باشیم باقی خارجی و خبرنگارا باشن. خب این سیاست مدار بوده دیگه، چرا شما این بلد نیستین این کارا رو، چرا شما این کارا رو انجام نمیدید؟ و میبینید که الان رسیدیم به جنبش های
همین آقای تبرزدی شده قابل مزن، اون یکی میگه نمیدونم بزن قابل هاشونو بزنن. بله. اجازه بدید یک استناد دیگه هم به این کتاب ویلیام شاک راست بکنم، The Shah's Last Ride. بله من. بله صفحه 114 رو یکی دو سطرش رو خونم برای کنم. صفحه 114 ارزم به حضورتون که in June 1963 یعنی همین خرداد سال 1342 خمینی denounced the Shah particularly harshly as a Zionist agent and was arrested. دیگه بقیه شو نمیخونم، همین یه جمله کافیه که اون زمان امام خمینی واقعه 15 خرداد انجام شد و اون زمان دستگیر شد و به همین مطالبی هم که حضرت عالی فرمودید و منم یادمه اون روزی که شما این مطلب رو فرمودید من خودم هم همون 15 خرداد سال 42 یادمه پدرم اومد خونه گفت امروز توی بازار دسته سینه زن را افتاده بوده و اینو میخوندند و سینه زنی میکردن که عمدشت کربلا فیضی قتلگاه وا ویلا وا ویلا. اینم براتون خوندم دفعه دومه که میخونم. عرضم بود با این حال یه نکته ای رو من اینجا نوشتم بعد نیست خدمتون عرض بکنم که طلعت پاشا وزیر امور داخله امپراتوری عثمانی در زمان جنگ جهانی اول، یحیی دولت آبادی میره اونجا با هم ملاقات میکنن و طلعت پاشا به دولت آبادی میگه که چطوره که بیایم ما عثمانی و ایرانیا با هم وحدت اسلامی به وجود بیاریم. دولت آبادی بهش میگه که با ایرانی صحبت وحدت اسلامی اصلا نکن. و چطور مگه ایرانیا مسلمان نیستن؟ و چرا هستن منتها در درجه سوم. میگه چطور؟ میگه که در درجه اول ایرانی هستن، در درجه دوم جعفری هستن، در درجه سوم مسلمان. و ادامه میده صحبتش رو، این رو آورده تو کتابش و من هم آوردم تو همین کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، که میگه که اگر رو دو تا کاغذ، دولت آبادی این رو میگه، میگه رو دو تا کاغذ روی یکیش بنویسی محمد، روی یکیش بنویسی علی، اگر یه ایرانی رو تو سرش بزنی بگی کدوم رو انتخاب بکن، علی رو انتخاب بکنه. اینا رو من باز دوباره دارم تکرار میکنم، تاکید میکنم که ما فرهنگ خودمون رو درست بشناسیم. حالا نمیدونم سوال شما. بسیار ممنونم. اجازه بدین که تشکر کنم از دوستانی که اینجا هستن، بیشتر از اونایی که نظراتشون رو می‌نویسن یا سوالات رو مطرح میکنن. آقای زمانیان از ایران می‌نویسن که ایشان خیلی منطقی هستن. به هر تیر چراغ برق یک آخوند آویزان یعنی چه؟ گفته آقای فرزاد نیساری مهمان قبلی شما رو میگه. آقای اکبری که همشهری من هستن از آلمان می‌نویسن که آیا اهل تسنن بودن مردم در مرزهای ایران مثل ترکمن صحرا، کردستان، بلوچستان و دیگر نقاط دلیلی بران نیست که شمشیر قزلباش صفویه به آن مناطق نرسیده بود؟ یعنی ایشون میخوان استدلال بگیرن از اینکه مردم ایران اگه شیعه هم بودن به خاطر همون شمشیر قزلباش و صفویه. احسن به این سوال. من این رو به طور مبسوط جواب دادم و اتفاقا مبسوطتر آقای رسول جعفریان در یک کتاب سجلی تاریخ تشیع در ایران بسیار بسیار عالی راجع به اینا پرداخته و میگه که در زمانهای قدیم یعنی خیلی قبل از صفویه اختلاف شیعه و سنی اینطوری نبوده که مثل الان بخوان روی گردن هم بنشینن با خون هم دیگه تشنه باشن. نه اتفاقا خیلی از سنی ها رو عنوانشون زده سنی 12 امامی، یعنی اونا مثل شیعیان به تشیع احترام میذاشتن. یعنی این موضوع فرهنگیه و در این فرهنگ ایران شیعه و سنی با هم برادروار زندگی میکردن و به همین دلیله که اکثریت ایرانیان که سنی بودن به مرور و به سرعت به تشیع روی می آوردن. کما اینکه اتفاقا سوال قبلی که من نرسیدم جواب بدم در مورد شیخ صفی‌الدین اردبیلی
سوال فرمودید و کسروی فصل هشتم کتاب من که به اون کتاب شیخ صفی و تبارش پرداختم، یکی از اشتباهاتی که سید احمد کسروی میکنه همینه که به ضرب شمشیر مردم شیعه شدن. نه اینطوری هم نبوده، خیلی از سنی ها اصلا خودشون متمایل به تشیع بودن، کما اینکه کسروی اصلا میگه که اینا شیعه نبودن بلکه سنی بودن و شیخ صفی الدین سنی، شیخ صفی الدین اردبیلی شیعه نبوده سنی بوده و سید هم نبوده. این دوتا رو کتمان میکنه و من در اون فصل به طور کامل این رو شرط دادم و خیلی ممنون از اون آقایی که فرمودن که این آویزون کردن آخوند و نمیدونم فلان، این بسیار بسیار کار زنندهیه که ما بیان یه گروهی رو، هر گروهی بیدینا، حتی من از اونام دفاع میکنم. هیچ کس رو نباید آدم جدا بکنه از جامعه و یه جوری دیگه باشون رفتار بکنه. هر گروهی که شما فکر، حتی شاهی ها هم من آدم های خوب دیدم، بسیار خوبم توشون دیدم، خب گمراه هستن، ممکنه بعضی جا من خودم هم گمراه باشم، بیایید منو راهنمایی بکنید. حتی این کتاب رو خیلی دوست دارم، هر کی میخواد بخونه بنویسه بگه آقا من اینجا با تو مخالفم، اینجا رو اشتباه گفتی، اینجا استناد نکردی، اینجا من مخلص حرف حساب هستم. بفرمایید. خود من بارها گفتم که این روشی که دوستان دارن، ای کاش حتی از آقای خمینی یاد میگرفتن که ایشون میگفت که ما الیوم یوم الملحمه و مرحمه، همه رو میبخشیم و فلان و اینها، اگرچه این کارو نکرد ولی اقلا قبل از ماجرا نیومد مثل آقای رضا فاضلی بگه آخونده رو با عمامه شون باید به تیری چراغ بر. ببینید دوستان، خودتونو بذاری جایی پاسدار، اسلحه دستتونه، 20 تا تیر داری، حالا جی 3 هست، دو تا چیز گیت کردی 40 تا تیر. اگه بدونی آقای فرزاد نیساری داره میاد شما رو آویزون کنه با چراغ برق، تا آخرین تیر شلیک میکنید یا نمیکنید؟ یا اینکه سوربی بگه ما میایم فردا، شما حق داری، یا آقای مهران نژاد میگه شما هم حق داری، شما هم حق انتخاب داری، حتی اگر با کدومش بیشتر مقاومت میکنید، با کدومش وای میسین تا تیر آخرتون رو مقاومت میکنید؟ و همین شده که طرف میگه آقا من اینا رو بذارم برن برای چی؟ برای که فردا بیان منو وصل کنن به تیر چراغ برق، یا هر کی از هر کی دلخوره، همون مثل اوایل انقلاب بیاد بگه این ساواکی بوده، حالا بگن این بسیجی بوده، این فلان بوده. در صورت متاسفانه یه سیر اشتباهی رو دوستان پیش گرفتن و هیچ کدومشون قبول نمیخوان بکنن. شما چون باز اسم کسروی رو بردین، همه ما میدونیم کسروی شخصیت علمی با اعتباری بود که به دست فدایان اسلام هم ترور شد. آیا شما با این صحبتتون یا با این استدلالایی که تو کتاب و اینا دارید میخواین اعتبار کسروی رو زیر سوال ببرید یا ترور او رو هم شما به اصطلاح تایید میکنید؟ به هیچ وجه. من برای کسروی، برای علم و دانشش و حتی شجاعتش و وطن پرستیش خیلی احترام قائلم. ایشون یکی از کارهای بسیار زیباش تاریخ مشروطیت بسیار عالی نوشته، تاریخ 18 ساله آذربایجان بسیار عالی، تحقیق خیلی عالی تر از همه اینا که کرده در مورد زبان آذری در استان آذرآبادگانه که ربطی به زبان ترکی نداره و نه این شخصیت علمیه، منتها خب بیراهه رفته و خیر ترور را هم به هیچ وجه هیچ کس هیچ فرهنگی نمیپذیره، کما اینکه شما ملاحظه فرمایید آقای ترامپ با اون تروری که از سردار سلیمانی کرد نشون داد که یه فرد تروریسته و تروریسم پسندیده نیست. نه خیر. شما فکر نمی‌کنید که کسروی با خرافات مخالف بوده، نه با تشیع، نه با اسلام، و به خاطر خرافه زدایی به اصطلاح ترور شد؟ احسن. ببینید، نه به خاطر خرافه زدایی ترور نشد، به خاطر مخالفتش با همین تشیع. منتها این اومد خرافه رو مستمسک قرار داد و به جای دیگه زد، در صورتی که اگر با خرافات اومد خرافات و بعدش هم یه چیز درست کرد به نام پاک دینی. خب وقتی میگی شما پاک دینی، یعنی یه دین جدیدی آوردی اسمش هم از پاک دینی، دین بقیه هم کثیف دینیه، اینو هیچ کس نمیپسنده.
این کاراش پسندیده نبود و نتیجهش هم این شد که با اینکه کارش ترور بود، ولی فهوای جامعه اون روز طوری بود که زیاد هم ایراد نگرفتن. به اینجوری که من تو تاریخ میخونم میبینم به این ترور چندان اعتراضی نشد و اینا میرسونه که کسروی مقدار یه رفتارایی میکرد که درست نبود. و اتفاقا چند تا شعر فرا هم ملک و شعرهای بهار برای کسروی گفته که خیلی خوب از دیوانش در آوردم و اون شعرها رو هم من آوردم توی کتابم، حتما شما خوندید و میدید. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، درباره کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران صحبت میکنیم با آقای مهدی مهران نژاد. متاسفانه باز به آخر وقت امروز رسیدیم، ولی از ایشون خواهش میکنم، حالا که سیستم ایشون و ما بالاخره دوست شدن با هم و ارتباط راحت تر برقرار میشه، بازم با ما باشن در برنامه های آینده تا هم این سوالات رو من بپرسم از ایشون و اگه شما سوالاتی دارید. و من یه خواهش و پیشنهادی هم دارم که اگر ایشون تصمیم بگیره یه روز این کتاب خودشون رو گویا کنن با صدای خودشون، و به نظر من کتابای گویا بیشتر طرفدار داره. حالا البته ما میدونیم که اصلا تو کتاب چاپ کردن و کتاب گویا کردن و اینها هیچ پول و درآمدی نیست، ولی این دوستان هدفشون والاتر و بالاتر از پول ساختنه. در اصل من به نوبه خودم ممنونم، خب این چیزا رو یاد میگیرم از این دوستان. ولی یه سوالی، شما یعقوب لیث گفتید، اون چه سالهایی بوده؟ یعقوب لیث میشه گفت حدود 200 سال بعد از اسلام. خب چجوری پس شیعه که اون موقع نبوده که؟ شیعه همیشه، من یه بار دیگه هم تو برنامه‌تون عرض کردم، بله. پس اینم یه اشتباهیه که ما فکر میکنیم 400 ساله شیعه. بله. پس اینم اشتباهیه که ما فکر کنیم شیعه 400 ساله توسط چیزای غلطی که تو جامعه پخش کردن همین حرفاست. بله. شیعه قبل از صفویه، شاه اسماعیل صفوی 500 سال پیش ایران نوین رو پایه‌گذاری کرد. قبل از اون آل بویه حضرت دوله دیلمی حکومت ایران اصلا شیعه رسمی بود، میشه 1100 سال پیش. خب اینم یکی دیگه از چیزایی که من امروز یاد گرفتم. ضمناً آقای اکبری میگن که اگر به ترور کسروی اعتراض نشد، دلیلش ترس شاه از روحانیت بود. اینو شما باش هم عقیده هستید یا مخالفش؟ خب اینم میتونه یه دلیل باشه، دلیل زیاد میتونه آدم براش درست کنه، ولی اینی که من خوندم، البته چرا اینم میتونه باشه، اینی که من خوندم اینه که جامعه کار کسروی رو نمیپسند. بله، این دیدگاه رو من متوجه شد. آقای مهران نژاد، از شما ممنونم و امیدوارم در برنامه‌های آینده هم شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون، خوشحالم، خیلی متشکرم و حتما در خدمتتون خواهم. مرسی. خب دوستان عزیز، در حین برنامه من به شما نشون دادم صفحه فیسبوک آقای مهدی مهران نژاد رو، و در برنامه قبلی هم با آقای فرزاد نیساری صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم. میتونید با این دوستان مستقیما خودتون تماس بگیرید اگر سوالی نظری دارید، تا در برنامه‌های آینده بیشتر با هم مثل دو تا دوست صحبت کنیم. از اینکه مهمان برنامه ما بودید ممنون و متشکرم. به قول دوستان، از اینکه ما رو به خونه‌های خودتون راه دادید ممنونم. بیشتر ممنون که ما رو به چشم و گوش و عقل و هوش خودتون راه دادید، یعنی شما دانسته یا ندانسته اجازه دادید که ما بیایم و از طریق این دوربین، از طریق چشم شما، گوش شما و مغزتونم به اصطلاح یک دسترسی پیدا کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. برنامه رو پی میگیریم. بعد از برنامه من آقای چمنارا، ویدیویی که بهتون گفتم، دروغ‌های بزرگ، دروغ‌های کوچولو، دروغ‌های سیاه، دروغ‌های سفید، نظرتون در اون مورد چیه؟ و پس از اون کانون این آوا، این هفته قرار با آقای سجودی باشیم، مهدی سجودی، چون نشد یه فیلم مستندی از آقای ادوارد ترمادو که ببینید چجوری یه نفر که میره برای مملکتش سربازی،
یعنی سرش رو واقعا حاضر ببازه ولی مملکتش رو نبازه، بعد میفته دست یه افرادی مثل رجوی و اینها که اصلا نمیدونن خودشون دارن چه کار میکنن، و حالا میبینید که به غیر از این که نمیدونن چه کار میکنن، نمیدونن کجا هم هستن، اصلا هستن نیستن، وجود دارن ندارن. در صورت از یکایک شما ممنون، متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و خودتون هم اگر مایل بودید میتونید در برنامه‌های تلویزیون مردم شرکت کنید یا برنامه خودتون رو داشته باشید. هفته آینده هم با اون دوستمون هستیم که امروز نتونستیم باشون باشیم، و بازم تشکر میکنم که شرایط ما رو درک کردن. آقای علیرضا نوری پور که قبلا مهمان برنامه ما بودن از ترکیه. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.